ګران دوستانو سلامونه او احترامونه. ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز، با عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد، از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم و بالای اوضاع جاری افغانستان انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اخبار داغ افغانستان داریم دوستان عزیز. خبر اول که البته صفحات تلویزیون و دیگه رسانه های کتبی و سمیره سرخط گردیده بود و خبر داغ روز است، سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان و دید و دید ایشان با آقای اشرف غنی و دیگه سران حکومت دست نشانده امریکا در افغانستان صورت گرفت و تعطی نظر و البته واکنش و تبصره ها در راستای می سفر بیشتر. البته میزهای مدور تلویزیون ها را داغ ساخته بود و هر یکی ملاحظاتی داشتن در راستا و یک سفر مهم است از یک کشور همجوار که در طول 40 سال بر سیاست افغانستان گره خورده، پالیسی پاکستان که البته دوست و نزدیک و یکی از اعضای قوای ائتلاف ایالات متحده امریکا و ناتو شمرده میشه، در امور افغانستان دسترازیشان ممد جهاد بودن در وقت جهاد در ظهور طالبان و ای که در تسلیمی طالبان به بعد از حمله 11 سپتامبر و قهر و غضب ایالات متحده امریکا علیه القاعده و داعش و طالبان، هر کدام در مراحل متعدد پاکستان در امور افغانستان دست داشته و قراری که تحلیل میشه همه بدبختی های آیده برای مردم افغانستان بگویم یا حکومت افغانستان از دست حکومت پاکستان بوده. پاکستان در دوران جهاد هم محل یا میزبان مهاجرین افغانستان و منفذ فرار مردم افغانستان پاکستان شمرده می شد و سرحد طولانی با افغانستان داره و متاسفانه و سرحدی را که ما به رسمیت نمی شناسیم و باید هم شناخته نشود، یک جبر تاریخ بالای افغانستان، یک کتله وسیع قوم پشتون با هم دو نصف ساخته و جدا ساخته، در سالهای قدیم قرارداد یا پیمان میان حکومت عبدالرحمن خان، امیر عبدالرحمن خان و حکومت وقت انگلیس در نیم قاره هندوستان شمرده میشه و یک زخم ناسور و مسئله متنازع فیه میان ایالات متحده ببخشید پاکستان و افغانستان بوده از سالهای قدیم. به هر حال عمران خان بعد از اینکه 20 سال اشغال صورت گرفته، همونطور که عرض کردیم جنگای داغ از پاکستان به افغانستان وارد می شد، زادگاه سران جهادی در پاکستان یا گفته بعضیا که قنداق و گهواره امی سران جهادی افغانستان افرهبر در پاکستان بود و زیر سوق و اداره پاکستان جهاد افغانستان با پیش می رفت و کمک های جهانی با پاکستان سرازیر می گردید و بعد از او پاکستان هم با مهاجر راشن و جیره می دادن و هم اسلحه تعاون شده جهانیان با پاکستان و پاکستان با افت رهبر تخصیصیه های را می سپردن و از زمود طریق یعنی پاکستان کمک های بین المللی برای مجاهدین و مهاجرین افغانستان سپرده می شد. طالبان در بعد از جنگای داخلی ظهور می دارن و حکومت برهان الدین ربانی که جبران خود تحمیل داشته بود سقوط مواجه می گردد و همه از اینا یکی پای دیگر فرار می دارن
و سران جهادی یا احزاب که در افغانستان جنگ برپا داشته بود، یکی پی دیگر جاها را تخلیه می دارن و در سمت شمال افغانستان یک اتحادیه را تشکیل داشتن. در همه از او پاکستان در لابلای سیاست افغانستان دست داشته و معذرت جنگای افغانستان پیگیری داشته. بعد از او وقتی 11 سپتامبر در تسلیمی طالبان، قلقم طالبان، باز هم پاکستان دست بالا داشته، با همکاری پاکستان علیه طالب جنگ ها آغاز گردید و طالب و پاکستان بالای طالب هم تجارت خود آمدید که بالای مهاجرین و مجاهدین افغانستان داشتن، بالای خون مردم افغانستان تجارت کردن. 2 میلیون انسان افغانستان به شهادت رسیدن در دوران جنگ علیه ارتش سرخ. پولهای سرسام‌آور جهانیان برای جهاد افغانستان، مگر در دم راه پاکستان برای دوزی و تاراج امو پولها نشسته بود و پول عقلی به مهاجرین و مجاهدین داده شد. در جنگ علیه ترور و تروریسم باز هم پاکستان استفاده های داشت و پولهای گزافه به پاکستان سپرده شد و پاکستان بهرمند گردید از امی 20 سال اخیر به حیث مومد جنگ علیه ترور و تروریسم. اگرچه پاکستان مقصر و متهم به ای است که جنگ های افغانستان، بدبختی های افغانستان مولود پالیسی پاکستان است که در افغانستان هر قدر جنگ و مصیبت دوام داشته باشه و جنگ شعله‌ور گردد و دوامدار جنگ موجود باشه و موجودیت قوای ائتلاف و ایالات متحده امریکا در افغانستان، بالاخره قوای ائتلاف و ایالات متحده امریکا با کمک های پاکستان در این راستا احتیاج هست و پاکستان هم از این حالت لذت میبره که یک ابرقدرت جهانی با کمک های استخباراتی و عملی پاکستان ضرورت دارد. بنان پاکستان از حالات افغانستان به یک نحوی مستقیم و غیر مستقیم بسیار لذت برده و بهرمند گردیده، صاحب قوای ذروی گردیده و در عرصه جهانی یک کشور واقعا طرفدار ترور و تروریسم شناخته میشه و یه حیثیت هم پذیرفته که میتونه اوضاع افغانستان به هم بزنه و گویا طالب زیر سلطه، کنترل و سویچ پاکستان قرار داره و عظمی حالت و عظمی اتهام هم لذت میبره. به هر حال عمران خان در اقالتی به افغانستان میگه که تا این دم قرار است که همه جنگ ها و مصائب عایدی افغانستان مولود پالیسی زهراگین پاکستان شمرده شو. زعمای افغانستان یا سران حکومت افغانستان در طول 20 سال از کرزی تا اشرف غنی بارها و پاکستان سفر نمودن و دست و دامان دست افغانستان و دامان پاکستان وعده ها سپردن، مگر عمل صورت نگرفته، جنگ ها شعله‌ور بوده، طالب هم وقت نگذاشته و پاکستان هم خم ببرو نیاورده. به هر حال این بار دیده شوه که سفر عمران خان به افغانستان آیا چون سفرهای زعمای افغانستان به پاکستان و استغاثه و تزروی حکومت افغانستان و یا حکومت افغانستان به پاکستان همچون ندیده و گرفته خواهد شد، اغماز خواهد شد، و یا این بار سفر عمران خان و وعده هایی که می سپارن به افغانستان چی را برمغان خواهد داشت؟ آیا بالای طالبان به شکل مستقیم و واضح پوسکنده و رسن تاثیرگذار هستند که طالب بگوید دیگه در افغانستان جنگ بس است، امنیت برقرار گردد؟ آیا امی یارا را داره؟ آیا امی اقتدار و سلطه را بالای گروه طالبان جنگجو در افغانستان پاکستان داره؟ اگر به این امر توجه شوه که پاکستان عامل بدبختی هاست، دیگه این سفرها باید باعث ازی گرده قبل ازی که
طالب به یک فیصله با حکومت یا هیئت حکومت افغانستان در قطر برسه، برای طالب باید سفارش شوه که امنیت در افغانستان برقرار شوه و یک آتش بس سراسری طوری که آقای اشرف غنی از آقای عمران خان خواهش نمودن او باید برقرار شود. در اونجا دیده میشه که واقعا پاکستان سلطه مستقیم و کنترل مستقیم بالای امر و نهی طالبا داره. دیده شود که سفر چی را برمغان خواهد داشت، مگر پاکستان واقعا یک کشور خونچکان برای افغانستان است، زهر است که در جوار گویا افغانستان قرار داره، هم از لحاظ اراضی و هم ترانسپورتیشن بنادر جغرافیا و هم از لحاظ اقتدار پاکستان و یا عدم توازن قوای میان پاکستان و افغانستان و همچنان ای که پاکستان در افغانستان اهداف اقتصادی داره. ما بیلانس تقریبا چند بیلیون دلاری با پاکستان داریم، واردات امتیه پاکستان، پیداوار پاکستان، بازار بسیار وسیع در افغانستان داره و افغانستان هم محل ورود دلارهای سرشار کشورهای دونر بوده به بازخواست و بازاری بسیار خوبی برای امتیه پاکستان میتونه باشه. بنان از هر سو و از هر جهت از طرف پاکستان افغانستان صدمه پذیر هست و با دوم یک حیوان درنده بازی کردن هم بسیار دشوار خواهد بود، خصوصا یه حکومتی که خود در درون شکسته و ریخته هست، حتی امنیت شهرهای خود گرفته نمیتانه، افغانستان سراسر در جنگ و آتش جنگ و غوطه‌ور هست، مشاکل فراوان داخلی دارد. دیگه نمیدانم با پاکستان چی طور میتانه معامله بداره. آقای اشرف غنی و آقای عبدالله نه توان نظامی داریم که با پاکستان مقابله کنیم و نه اقتصادی و نه از لحاظ جغرافیا و یک چند دهلیز هوایی که آقای اشرف غنی خیالی برای مردم وعده سپرده بودن. به هر حال به همین حالت بسیار زار و بدبختانه یک واقعیت تلخ روبرو هستیم که پاکستان بالای امور افغانستان یعنی واقعا تسلط دارد. در طول 40 سال بالای سرنوشت مردم افغانستان بازی های داشتن. این خبر اول بود از آقای عمران خان، سفر آقای عمران خان به افغانستان و همچنان یک خبر بدی از بدخشان داریم. یک ماهمی فکر میکنم یک ولسوالی بدخشان سقوط نموده و ولسوالی با آتش کشانیده شده و طالبان حدود 30-40 نفر قوای نظامی افغانستان به قتل رسانده و خیزش های مردمی یا ملیشه های حکومت در اون محل البته پسر و پدر اردو را به قتل رساندن و مهمات نظامی را طالبا با خود ربودن و بردن و اهداف خود رسیدن. در کابل هم قطع و طریق بسیار زیاد شده و یک فامیل زار زار میگیرست، پسر جوانی از اونا بدون کدام هدف و سرقت و اینا به قتل رسیده، تیرباران گردیده. ناتو همچنان در تربیه و تعلیم اساکر افغانستان وعده سپردن که موجود خواهند بودن، افغانستان را ترک نمیگن. برای اردوی افغانستان سفارش خواهد کرد که برین طالب بکشن، باز طالب همینا را بکشن. ایالات دوام خواهد داشت، همین استاتیسکو و خود ایالات متحده امریکا اختار میده که اساکر خود از افغانستان بیرون میداره، افغانها را به لرزه در آورده و حتی یکی گفت که اثرات منفی روانی بالای اردوی افغانستان داره. ای چیزا رو میشنویم. همچنان خبر تکانده هندی مظالم یا کشتار نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان نهایی گردیده و یک جنرال ستاد استرالیا از آقای زیاب همتای نظامی ایشان پوزش میخواین و عفا خواستن که اعمال زشت انجام داده، اینا عفا میخواین و همین پیامشان رو به اون خانواده صدمه دیده برسانن. نمیدانم از آقای زیاب عفا خواستن و
خود آقای ضیا باعث کشتار مردم افغانستان میگرده، نه تنها استرالیایی ها، خود همین قوای ناتو در مجموع باعث هیبت و هراس و بدبختی مردم افغانستان گردیدن در طول سالها، هم در بمباردمان قرا و قصبات افغانستان، هم در جنگ هایی که اینا ناخواسته و تحمیلی بالای افغانستان تا این دم روا داشتن، و همچنان قرار راپورهایی که از افغانستان آمده، خود بمباردمان و فایر تفنگ و راکت و باروت و جنگ پای همه 20 ساله بالای اطفال نوزاد و نسلهای بعدی افغانستان تاثیر ناگوار بیولوژیکی داره. و همه طور است دوستان عزیز، حالت مبشر زار هست، و اگر باید دارین بالای اجساد کشتگان جنگ ادرار کردن همی اسکرای جانی و آدم کش در افغانستان، در حقیقت یک فاجر اینا بار آورده در طول 20 سال اخیر، و یک چند نفر افغان وطن فروش در رکاب خود می دوانن و از اونا استفاده می داره، کارتوش امریکایی، اسلحه امریکایی و دلار امریکایی و حمایی ایالات متحده امریکا از یک حکومت فاسد تا این دم همی حالت بار آورده، و در طول سالها مظالم فراوانی را اینا مرتکب شدن، و حتی در اخبار پابلیک رادیو در امریکا، یک رادیو بسیار یعنی تو آزاد است، حتی اعلان و کمرشل و اشتهارات هم کم دارن، ما معمول نمورم میشنوم در اونجا از زمین نیروهای نظامی استرالیا گفتن که به حد اینا ظالم بودن در افغانستان، که مردم عام از کشتزارها تیرباران میکردن و میخندیدن و به شکل تفنن نشانه میگرفتن که آدم چطور آدم میتونه بکشه، و خود مرگ انسان در جلوی چشم یک چند تا جانی که از راه های دور به افغانستان و فرستاده میشن که جنگ علیه هراس افغانان و خود از اینا هراس میافرینن، و بعد از او که اونا مرده بودن باز اینا یک تفنگچه یک تفنگ زنگ زده را به دست از اونا میدادن که کسایی بودن که بالای ما حمله میکردن و ما اینا را به قتل رساندیم. همه از اینا ثابت شده و به ثبوت و عکس و فیلم برداشته شده از محلات همی فاجعاتی که رخ داده، و به جان ما بدبختای افغانستان که این قضایای جرایم جانی استرالیایا روش گردید، مگر بشری خیانتا و جرایم ضد بشری در افغانستان صورت گرفته که نادیده و ناشنیده رفته و با گودال تاریخ افتاده و کسی خبر نداره. واقعا مظالم از اونا هراس افغانی از اینا دردناک بوده. به هر حال من همی اخبار دارم، اخبار امروز گرم بود، و یک تکه از مارشال صاحب دوستم داریم که او را از خواب بیدار کردن و نمیدانم دریشیش کی پوشانده و خوصه آوردن همتون لکات لکات خورده در یک محل، بسیار چیزای خوبی از دهنی از او برآمد و اختار میداد ناتو را و امریکا را که هزارها جنرال اینا دارن و با قوای ساز و برگ نظامی خود و صاحب اینا اگر در اونجا در امریکا براین و افغانستان ترک بگوین، برای مردم خود چی خواد گفتن که ما از یک چند نفر موترسیکل سوار فرار کردیم. واقعا همونطور بوده، طالبا بالای موترسیکل در محلات در قرا و قصبات از یک محل به یک محل دیگه با تفنگ ابتدایی خود با یک چند تا کارتوس، واقعا همونطور جنرال ها و مارشال ها را موش وارد قوطی ساخته، که مارشال پوپکی دوستم گلمجم و دیگه مارشال ها شاید در سوراخ ها دارن، گپ در یونیفرم و دریشی و منصب داده شده به یک حساب ناتو بگویم یا بیگانگان یا اشغالگران نیست، در ایمان انسان ها هست. به هر حال او آدم عرفای زد و این کلیپ برای ما چندین نفر فرستاده که لطفا پخش کنین، شاید امورا هم تکر پخش کنیم و خورد شما داده، و بالای مسائل انشاءالله صحبت خواد کردیم و شما هم
خواهشمند استم که در رابطه با امی چند خبر بسیار مهم ولا تکانده هندام است، یعنی در بدخشان و همچنان جرم های جنایی در کابل، جرایمی را که نیروی نظامی استرالیایی در افغانستان مرتکب شدن، این مش نمونه خروار هست. خدا دانه که امی ایتالیاوی و فرانسوی و نمیدانم انگلیسی های بدبخت به کدام حد اینا جرایمی را در افغانستان بالای امی مردم بیچاره و بدبخت افغانستان مرتکب شدن و کسی نیست که از اونا دفاع بداره. به هر حال توجه دارین به خبر اول. عمران خان نخست وزیر پاکستان که برای نخستین بار به کابل آمده است میگوید که به این شهر پیام‌های صلح و کاهش خشونت‌ها را آورده است. این بلندپایه‌ترین مقام پاکستانی پس از مراسم تشریفات بیش از 2 ساعت با رئیس جمهور غنی پشت دروازه‌های بسته گفتگو کرد. هر دو رهبر پس از گفتگوهای سری در برابر دوربین‌ها جزئیات گفته‌هایشان را همگانی می‌سازند. هدف کل این دیدار ایجاد اعتماد، ایجاد روابط بیشتر و اینکه اطمینان بدهیم که هر چی نیاز باشد ما با شما همکاری میکنیم و حتی بیشتر از توقعتان ما شما را کمک خواهیم کرد. More than your expectations we will be inshallah helping you. اتاسر اتاک نن په هغه حالت کې چې تاریخ ولای په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیام د افغانستان ټول لسته ده. این سفر نخست وزیر پاکستان هنگام انجام می شود که افزایش خشونت ها در افغانستان شبانه روز از مردم قربانی می گیرند. ما کمیته های را تشکیل داده ایم. مفکوره ایجاد این کمیته ها این است تا ارتباطات میان نهادهای امنیتی ما برقرار باشند. هر زمانی که شما فکر میکنید پاکستان میتواند در کاهش خشونت ها کمک نماید، لطفاً برای ما بگویید. درخواست مردم یک آتش بس فراگیر است که هرچه زودتر ممکن باشد تامین شود. تمام ما باید بدانیم که متوسل شدن به خشونت ها یک پاسخ نیست. اما در این نشست خبری خبرنگاران اجازه پرسش و پاسخ نیافتند. یافته های نی یا نهاد پشتیبان از رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهند که رئیس جمهور غنی در هر 6 ماه یک بار هم به پرسش خبرنگاران پاسخ نگفته است. این مخالف ماده 34 قانون اساسی افغانستان است. آقای غنی ماهاست که کنفرانس مطبوعاتی نداده، ولی امروز وقت چنین فرصت مساعد میشه خبرنگارا را از سوال کردن منع میکنه. با این همه کابل و اسلام آباد در این سفر آقای عمران خان بر ایجاد کمیته های توافق کردند که عملی شدن توافق ها و تعهدات دو طرف را بر عهده خواهند داشت. نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان بسیار برجسته دانسته می شود و این سفر نخست وزیر پاکستان هم هنگام بر کابل صورت گرفته است که از 2 ماه به این طرف آغاز مذاکرات صلح با بنبست روبروست و دیده شود که آیا این سفر درباره آغاز این مذاکرات نقش خواهد داشت. شریف امیری، تلو نیوز، کاخ ریاست جمهوری. بله دوستان عزیز، خبر جالب بود و خصوصا پاکستان که در این روزها خود زعمای پاکستان به افغانستان، خصوصا صدر اعظم پاکستان که هم منصب بسیار بالای پاکستان در بخش غیر نظامی شمرده میشه، به افغانستان سفر نمودن و همچنان افغانای ما عبدالله خان و آقای حکمتیار و چند چهره به پاکستان سفر نمودن، کدام گپکی هست نمیدانم که چی در عقب امی نشست ها در حال تکوین هست و باید وقت و زمان پاسخ خواهد داد. به هر حال خبر بعدی از سقوط ولسوالی ماهمای هست، همونطور یک اسم دارن، در بدخشان توسط طالبان هجوم بردن و ولسوالی را هم به آتش کشیدن، مهمات نظامی را با خود بردن و 40 نفر نظامی بر حال یا بیشتر هم زخمی ساختن و هم با قتل رساندن و 2 نفری از خیزش های مردمی تحت عنوان خیزش مردمی که البته
از مو ملیشاهای دوستم کدام تفاوتی نداره. در وقت دکتر نجیب اونا هم از حکومت ماش میخوره، اگان لباس عسکری و اینا هم بطن ایشان است. پدر و پسر برای خیانت بیرون شده بود، سر خدا خوردن، اردویشان به قتل رساندن. توجب دارین با امی خبر؟ باشندگان بدخشان از سقوط ولسوالی مایمه این ولایت پس از درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان خبر می دهند. مایمه از ولسوالی های راهبردی بدخشان شناخته می شود که مرز مشترک با تاجیکستان دارد. فعلا جنگ در اطراف ولسوالی ادامه دارد. امیدوارستم که کمک هر چه زودتر برسه تا فعلا نسبت خرابی هوا کمک به نیروهای امنیتی در ولسوالی نرسیده. به گفته نمایندگان مردم بدخشان، در این رویداد همراه با فرمانده پلیس و مدیر امنیت ملی این ولسوالی حدود 20 تن از نیروهای دولتی جان باختند. یکی از فرماندهان خیزش‌های مردمی همراه با پسرش در میان قربانیان این حمله‌اند. یک فاجعه بسیار بزرگ و نابخشیدنی است که صورت می‌گیرد و این نگرانی را مردم محل، مردم بدخشان، شورای ولایتی در مجموع همیشه نگرانی خود را داشتند. صدا زدیم برای حکومت مرکزی. وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در پاره این رویداد چیزی نمیگویند. منابع محلی میگویند که طالبان ساختمان ولسوالی را به آتش کشیدند و جنگ افزارها و دیگر تجهیزات نیروهای دولتی را با خود بردند. شماری از نمایندگان مردم بدخشان در مجلس نمایندگان بی پروایی مسئولان مرکزی را در حمایت از نیروهای امنیتی این ولسوالی علت اصلی سقوط ولسوالی مایمی میدانند. بی توجهی حکومت مرکزی در طی چندین سال متواتر سبب از این شده که طالب در اوج ریشه داشته باشه و جایگاه و پناهگاه پیدا کنه. ولسوالی مایمی یا دروازه بالا از ولسوالی های نسبتا امن بدخشان شناخته می شود. بله دوستان عزیز، خبر ناگوار است. متاسفانه افغان افغان می کشد، تفنگ امریکایی، دلار امریکایی، همه جنگ می کنه در افغانستان و لازم هم نیست که امریکایی در اونجا باشن. دونی مزار خودم با خود ببره، شاید یک ده بیست نفر در همی قرارگاه ها، یکی از قرارگاه ها، قرارگاه بگرام میتونه اوزار کنترل کنه و بالای طالب درونز ها و همو هواپیماهای های بدون سرنشین به پرواز در بیاره. دیگه عسکری هم افغانستان خب یک محل وقت طالب میگیره، بعد از دو روز و سه روز و پنج روز حضور میرسانن، وقتی است که طالب همه چیز با خود برده و آدم ها رو کشته و سب کار خود تمام ساخته میرسن و بعد از او عملات هوایی و زمینی و اینا برقرار و همین حالت دوام خواهد کرد. افغان افغان خواهد کشت و تا ای که همین اردو هم به فرار برقرار ترجیح بده و گم شون، ترک وظیفه بده و خسته شون و دیگه پول امریکایی دلار به جیب از اینا سرازیر نگردد و رزی که امو خود انگیزه ها از درون از اردوی افغانستان با دلار خلاصه میشه و نه تمرینات نظامی دارن نه انگیزه های ملی در اونجا موجود است، در رکاب دیگاه میدون برای یک اشغال کار میکنن مثل اردوی خلقی و پرچمی. اینا هم در رکاب دیگاه برای اهداف دیگاه، برای خواسته های دیگاه، با پول دیگاه میرزمن و بالاخره به قتل میرسن. به هر حال خبر بعدی از ناتوس که اطمینان دادن که افغانستان شاید ترک نگوین، با او که دونالد ترامپ اعلان داشت یا وزیر دفاع سرپرست ادمنستریشن دونالد ترامپ که در 15 تا 15 جنوری سال آینده اساکر ایالات متحده امریکا از 7000 به 2500 تقلیل خواهد کرد، مگر باز هم اونا اطمینان میتن که تشویش نکنین، ما هستیم، سفارش هم خواد کردیم، اردوی افغانستان و تعلیم و تربیه هم میتیم، شعباس هم میگیم، دلار هم هیچ تشویش نکنین، کشته برین، یکی دیگه خدا بخورین، حیوانات وارین و همه طور است. توجه بداریم و میخبرم.
پس از آن که واشنگتن کاهش شمار نیروهایش را در افغانستان از 5000 به 2500 تن اعلام کرد، دبیر کل ناتو در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی از ادامه حضور این پیمان برای آموزش، مشورت دهی و همکاری با نیروهای افغان تاکید ورزیده است. اردوی ابرقدرت جهان از موترسایکل شکست خورده بود. در کنار شماری از کشورهای دیگر، وزیر خارجه آلمان هشدار می‌دهد که خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را پیچیده‌تر خواهد ساخت. ما با ویژه نگران هستیم که اعلام خروج ایالات متحده ممکن است برای پیشرفت مذاکرات صلح در افغانستان چالشی معنایی داشته باشد. هر دو طرف پس از دهها درگیری اکنون در دو طرف میز مذاکره نشستند و صحبت‌های سازنده خود را آغاز کردند. مطمئناً منصفانه است که بگویم این روند تازه آغاز شده است و خروج زود هنگام آن را پیچیده خواهد ساخت. اما سرپرست وزارت دفاع آمریکا یک بار دیگر به خروج نیروهای کشورش از افغانستان تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور دستور کاهش حضور نیروها را در افغانستان و عراق به 2500 سرباز در هر کشور تا 15 ماه جنوری سال 2021 صادر کرد. به روش که از زنان و مردان مبارز و دستاوردهای سخت ما محافظت می‌کند. شماری از شهروندان کشور نیز درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش‌هایی دارند. دهی تو یک شرایط مردم افغانستان اگر رها میکنن و یک جفای از هم به مردم افغانستان و هم به خود دولت آمریکا. بر اساس روابط آمدن، بر اساس روابط به در کشور ما برون شون، ما از استقبال میکنیم. همکنون در کنار 5000 نظامی آمریکایی در افغانستان، در حدود 7000 سرباز ناتو نیز در افغانستان حضور دارند. بله دوستان عزیزم، اینطور است، قوای ناتو افغانستان ترک میگوین و در یک جای شنیدم اما نطق تقریبا 20 دقیقی است از وزیر دفاع جدید پالیسی خود تشریح کردن و در یک بخش متگزرار شنیدم که نمیخوایم که در افغانستان به شکل یک بارگی افغانستان را ترک بگویند که گویا شکست خوردن در افغانستان، میخواه یک بینی خمیری داشته باشه و مسئله قطر و صلح و این چیزها را بهانه میداره و ایستا ایستا افغانستان قوای امریکایی ترک میگویند و تا جایی که مسموع است شنیدیم مرکز استخبارات و مرکز قمانده قوای ناتو خصوصاً ایالات متحده امریکا هم بیس عمده از اینا بگرام بود که در جوار پایتخت و کابل قرار داره. ایستا ایستا مهمات نظامی خود از محل بیرون می داره، به پاکستان نقل می تن و عساکر امریکایی هم به حد اقلش در بگرام رسیده و شاید دروازه را قلف کنه و براین و اعلان بدارن که ما دیگه در افغانستان هیچ سرباز نظامی در افغانستان نداریم. به هر حال دیده شوه که چی از درست میشه، مگر توطئه ها و شیطنت جهانی در عقب پرده ها برای اخفال جوامع بشری واقعا به حد ترسناک هست، به حد اخفال گرانه بوده که هیچ یک انسان درک کرده نمیتونه که همی آدم به این حد شیطان و توطئه اگر خواهد بود پالیسی خصوصا شیطان گرانی انگلیس و امریکا در طول سالها واقعا در جوامع بشری فاجعه آفریده و مردم میدانند و کسایی که حداقل عقل دارن و عقل خود به کار میاندازند. جرمهای ببخشید یک کلیپ دوستا فرستادن و بسیار پافشاری کردن که پخش شوه، او از خود داستانا داره. دوستم در یک محل با چند تا از این ملیشاهای خود استاده او صاحب قهرامی شعار داد که شرم است به امریکا او صاحب. همین برای هر یکی ما هر روز ما باید تسلیت بتیم او صاحب، تسلیت و تسلیت شکی کشیده. یک کسی که میمیره طالب است هر روز ما را میکشه و به فامیلا تسلیت هیچ فایده را بار نمیاره، سودی را با مو لحجه با مو شکل لحجه که دوستم صحبت می داره معمولا
بیان داشت مگر واقعیت گفته که دست چند نفر موترسیکل سوار اگر برای قدرت جهان و 49 کشور توطئه‌گر و اشغالگر فرار می‌داره، وقتی شما پس برگردین اونا ازتان میپرسن که از افغانستان چرا فرار کردین، خواد گفتن که ولی چند نفر موترسیکل والا بود از دست از اونای 20 سال جنگ کردیم نتانستیم فرار کردیم، شرم است برای شما. خوب گپ زد، آفرین گلم جام صاحب، بسیار حرفای درستی زدین، مرا خوشم آمد. اگر مارشال هم نیستی از طرف ما دیگه مارشال میگیم شما را. توجب دارین به می کلپ؟ ما را بیخ مجبور ساخت کردیم اینجا بیاییم، های شایی تسلیت گفته حال ما بسیار متوجه باشین در چی انتون کابل شد و دانشگاه گذر شد دیگه جای تسلیت گفته نتانه تسلیت به مادرش به پدرش وزیرش هم نامه میگره که مارشال دوستم هست همه قد تسلیت یا اوسی کنیم یا ایسی کنیم ما امی یکنیم سال در یکنیم سال در اینجا امی گفتم پشه پریده نمیتانسته شمال ما نمیفهمم هیچ باورم نمیه که این تیاره ناتور است ای که سیاست در کجا کله ما پندیده رفته این ناتور است ای که امریکا است ای که ما دمی کمیلر صاحب میگم ناتو گفتم امی یک روز رئیسی چیش بود قطعه ما چیش شما چطور امی جنرال ها حداقل ناتو خدا میدانه چند هزار جنرال دارین امریکا ابرقدرت دنیا خدا میدانین ابرقدرت جهان واقعا نمتره آخرش هم رفته در خانه دراین بچه هایتان هم پرسان کنه چطور شد چرا آقا جنگ چه رقم بود هیچ رقم هی ما رو موترسیکل والا پیش کرد ایخو یک گپی بسار چی هست اردوی ابرقدرت جهان از موترسیکل شکست خورده براوا راست گفت ولی دوستم یک وقتی ما با جنرال بود و وقت جنرال صاحب دوستم گفتم خب ولی خود در نیویورک هستی چی وقت طرف های ما میاین بخیر گفت شما در کجا هستین ما گفتم ما در کالیفرنیا زندگی میکنیم میگه کالیفرنیا در کجا بوده ما گفتم بودم غرب امریکا یک ایالت امریکاست ما دارم اونجا در لس آنجلس زندگی میکنیم میگه چقدر دور است از اینجا باز ما گفتم در تیاره اگه خودت بنشینی تا کالیفرنیا 5 ساعت پرواز است گفت او بر پدرش نالتی امریکا چقدر کلان ملک بوده والا دیگه واقعا هم امریکا را گفت که بسیار کلان ملک است ما پسان دیدم اول گفتم ساده لوح یک انسان است مگر بعدا وقتی فکر کردم دمو درون کلمات بسیار تفلانی دوستم بسیار معناها نهفته بود که ملک یعنی واقعا هر ستیت امریکا یک مملکت شمرده میتانه شود ولی هم به مو ترتیبی که بیان داشت که چند نفر موترسیکل والا با همه جنرال ها و ساز و برگ نظامی و ای که پس دوباره برمیگردن که شما از دست کی فرار کردین و مغلوب شدین و سرکوب شدین باز خواد گفتن برای مردم که چند نفر موترسیکل والا اگر خود دوستم هم دیگه قیل قیل نپره با یک پای خود بیادر ما هم خودت هم میشناسیم بیادر که چهار نفر امی موترسیکل والا خودت تو میدویدی دالرا را میلا دادی در میدان هوایی شبرغان رفتی گریختی طرف ترکیه نزد دیگه بادارایتان ملیشای تیلا دادی تار و مار شدن در اونجا یعنی اما ایمان خودت هم معلوم است از این ملیشاهای دوستم به هر حال خبر بعدی جرم های در کابل و قتل و قتال و یک جوانی هم واقعا در می آوان آغاز جوانی خود یک خیاط در کابل به شهادت رسیده توسط یک ظالم بدون کدام موجب چون میدانه که نه محکمه است و نه بیادر در این ملک هر کس می کشی قصاص نیست در امریکا در این مهد دموکراسی اگر شما آدم کشی کنین کسا به قتل برسانین و بعد از او محکمه
یا عمر ابد میشین که تا قلفی بودم یک حالت بسیار بدی در زندان تا آخر عمر میفته او شخص، و یا ای که با مو الکتریکل چیر که میگیشه دو یک چوکی برقی میمانیشه و میکوشیشه قصاص میشه. مگر در افغانستان که ملک اسلام و قانون و عدالت و اینا تالی خوب ما ندیدیم. در می کابل شما برین مرمی باران کنین هر کس شما رب کس نچارن ولی و نه عدالت ایت جزا نداره. به هر حال توجب دارین به می خبری دلخراش. احمد فرید 38 ساله به روز چهارشنبه از سوی 3 تن از تفنگداران ناشناس در نزدیک خانه اش در منطقه شوربازار حوزه اول شهر کابل با شلیک گلوله کشته شد. سر چیل کشتن پرسان با اقصاصش دولت کدن دولت کنه بکنه خدا میرم در دست پایشان میفتم نستیکان او میگویند که فرید یگانه نانآور این خانواده بود. از او 7 کودک قد و نیم قد به جا ماندند. من 6-7 اولاد ایم از میاره چی کنم؟ این دولت حکومت پرسان هست نیست. هیچ پرسان بخصاص نیست. دلی میکوچه 20 نفر داده شده. امرو لازاله ده قار خدا شمی خندی ده قار خدا شمی. اولاده خودتان ده خارج از جوانه مردم کباب کردی. جوانه در کباب شده. احمد فرید پیشه خیاطی داشت اما به گفته اعضای خانوادهش به تازگی بیکار شده بود. این خوشهر است، خو مرکز ایره، خو ما میگن که ما پلی اشرف غنی ششتم. در اینجا که ما کشته و زده میشه ما کجا برم؟ اما معاون نخست رئیس جمهور میزان رویدادهای جنایی را در پایتخت کمتر میداند. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش امروز نوشت که تنها 3 رویداد جنایی در 24 ساعت گذشته در پایتخت ثبت شدند. او به تابوت فروشان هشدار داده است که تابوت ها را در پیش دکانهایشان نگذارند که بر روان مردم اثرهای بد دارد. خواست ما دولت اینمی است که نیروی سر چوکه گم کنه، بخش کشفی استخباراتی را قوی بسازه که خانه به خانه مردم در یک فضای صلح زندگی بکنه. از سوی هم پلیس کابل میگوید که یک تن به اتهام قتل احمد فرید بازداشت شده است. بررسی ابتدایی ما نشان میده که موضوع سرقت نیست، اما باید انگیزه و دلیلی قتل معلوم شود که به زودترین فرصت قاتل این جوان بازداشت میشه و با پنجه قانون سپرده خواهد شد. باشندگان این منطقه هشدار می‌دهند که اگر حکومت در تامین امنیت آنان بی‌پروایی نشان دهد، آنان خود دست به کار خواهند شد و امنیتشان را خود تامین خواهند کرد. فریبا سادات، طلوع نیوز، کابل. بله دوستان عزیز، هم دلخراش است و خبرای غم‌انگیز داریم از افغانستان. متاسفانه از این مجرا باید هر یکی بشنویم. و از افغانستان اخباری که به ما میرسه یکی از دوستا فرمودن آقای رفعت که خبرای خوش در آغاز پخش کنین. خبر خوش دیگه همی است که چند نفر در نمیدانم در کابل تیم بازها و قابها با یک تیم دیگه فوتبال کرد، یا در هرات یک تیم بود با یک تیم دیگه در یک میدان خاکپر بدوی طرف سه. و هیچ سب در حالت افغانستان نه یک نویدی است و نه یک خوشبختی را برای مردم افغانستان. یا ما نمیدانم ماری از سعید یا فلانی در فلانی شهر آلمان یا استاکهولم کانسرت داد که او هم حالی بند شده بنابرای مشکلات کرونا. یه تو یک ارمغان نیک، یک پروژه تهدابی که یک میلیون آدم کار پیدا کرد در افغانستان. خوشخبری است که برای صلح کار صورت گرفت. خوشخبری خود بود که وزیر بسیار ماهر و پرکار و که دستش به خون مردم آغشته نیست و گماشته شد به کار. فعالیت های تجارتی نمیدانم جز رشوت، جز دوزی، جز اختلاس و سرقت و تاراج دارایی های عامه و همین جنیوا یک کنفرانس است که یک چند تا رفتن که باز برای امو پول ها که باید افغانستان که دوزاد بدوزدن برای عرفای هرس همین دوزهای افغانستان پول های جهانی ریخته میشه و یک قانون آمان برایشان داده اول و دو و سه که یکی از او پیگیری نگردیده، یکی از او اما مهم از او که فساد رفع شود.
20 سال است که خواسته صورت میگیره، در حالی که خود از اینا باعث فساد میگرده چون حاکمیت قانون صفر است. به هر حال دوستان عزیز، خبر نیروهای استرالیایی در افغانستان و جرایمی را که اینا مرتکب شده، این خبر اخیر خواهد بود. باز میریم سراغ تلفن‌هاش. بررسی های 4 ساله درباره اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان سرانجام اعلام شد. بر بنیاد این بررسی ها، نیروهای استرالیایی در افغانستان از سال 2005 تا 2016 میلادی در قتل 39 زندانی غیر نظامی و کشاورز افغان دست داشتند. اینان به گونه غیر قانونی کشته شدند. همه کشتشدگان افراد تحت کنترل، یعنی زندانیان، کشاورزان و غیر نظامیان دیگر هستند. این پرونده شرم‌آور و معروف به خونریزی است. فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا در یک نشست در برابر ارتکاب این جرایم جنگی از مردم افغانستان پوزش خواسته است. از جانب نیروی دفاعی استرالیا، از مردم افغانستان صمیمانه و بدون هیچ گونه قید و شرطی برای هر گونه عمل خلاف توسط سربازان استرالیایی عذرخواهی میکنم. من به گونه مستقیم در این باره با همتای افغانی خود جنرال زیا صحبت کردم. ریاست جمهوری میگوید که نخست وزیر استرالیا اطمینان داده است که این کشور به اجرای عدالت متعهد است. چشم براه تأمین عدالت و رسیدگی و جبران خساره به آسیب دیدگان این حوادث است. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که عدالت باید برای خانواده های قربانیان این جنایت های جنگی در افغانستان تامین شود. تمام نیروهایی که متهم به جنایات جنگی، آزار، اذیت و شکنجه افغان ها هستند، اونا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. استرالیا یکی از همپیمانان نزدیک واشنگتن هزاران نظامی را در سال 2005 به افغانستان فرستاد و بیشتر این نیروها در ولایت اروزگان جابجا بودند. بله دوستان عزیزی، هم خبر ناخوش بالای این ما تبصره داشتم، میخوایم نظریات شما را. بله سلام علیکم. الو خطر صاحب، جول و سلام خواهد چه و غرق سید خود. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام خواهد و یو سلای چه راننو یو چاپ و کور راننوزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و دیو چا په چو په یو چا په چو تر باندې بم چې ورغ لیو سلام بده چا کنا و اول سلام بیا ته عام کلین بیا کلام بل 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 ځلې چې ما بل ځلې ما چا هم دا و چې سلام واچو ورته. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم خبرې کو خبرې وعلیکم السلام. دا خبره ماته ته هر څول ګوره صاحب، چې ما خبره وایم زه خو بده کېږم ما چې ما ولې نور خلک چې ما خو څه وایې خبرې وکړه خبرې هاشم زه وخت زه دغه نه دېس کسان چې دي چې دوی وزلې دي دا بېخي رښتیا ده. دوی په دې نه خلاصېږي ګوره زه تا ته ما ته هر ځواب ورکړه که دې اوس ځواب رانه کړو خیر دی بیا چېرته وږه بله ورځ راکړه. دوی ډېر جنایتونه کړي دي او زه په دې سترګې نه پټوم نه خوله پټوم که زه سترګې پټې کړم په دې شیانو وتبه که چې وایي نو د حکومت ننګه کوي. د حکومت ننګه زه نه کوم، زه د خپلې خاورې ننګه کوم. د احمدشاه ابدالي دغه امانت چې موږ ته را پته شوی دی یوه ټوټه ټوله تراش شوې لارې بلې خواله د دې خلکو ننګه کوم، د دې اعتمانو ننګه کوم. دا نه دېرش کسان دوی وزلې دي خو په هر چا کې ښه خلک شته. ښه خلک دا چیرې وو؟ دا یو مثلا موږ د لسو کومه د سرتیرې دوره ما تېره کړې ده. دا خپار سړي فرض ده چې په افغانستان کې دا دوه کاله یو کال شپږ میاشتې دا ما ته معلومه ده. دلګۍ چې ده لس کسه ده، ټولۍ چې ده سل کسه دي. مثلا کنډکټ او غونډ او لیوا ده. دا په دې کې ښه خلک هم شته. دا جنایتونه ټول هم نه دي کړي د استرالیایي سرتیرو. یو نیم کړي دي هغه نورو ریپورټ ورکړی ده. دا خبره یې مثلا د ښکاره کړې ده و ټوله څه چې دغسې جنایتونه شوي دي. دا بېخي رښتیا ده. او بله یو بل څوک و صاحب، د امریکایي سرتېری و په هلمند کې په یو کلي نیوتلی و د شپې نه شه وکتلهمداس یو درجن خلک یې صاحب په ویل یو بیا دې سړي به دا کلي و کرزي ته وویل چې دغه سړی موږ ته راکړه اتې مو هېڅ شی نه غواړم.
هغه کرزی پوتو سره لږه جوړ دبلې بوش سره ډېر اړیکې ډېر څنګلې شو په دې خبرو باندې دا څه خبرې روانې دي. نو دا خبرې چې وشولې صاحب ما ته یو د خنور وخت راکړه په شوروي اتحاد سرتیر چې افغانستان ته راغلو هلته د افغانستان حکومت مثلا اردو ورسره و هغو ورته لاره کوله چې دغسې کوي دغه خلک مه وځي دا وځي څوک داسې ویني چې خلکو ټول نه سولې او دغسې دی دا ګورې د طالبان هم ګناه ده دوی په خلکو په زور ګیرې پرېښولې چې ګیره پرېږدې ګیره اوږدې پرېږدې دغه تا ته معلومه ده ټولې خلکو ته معلومه ده دا خلک دی په ملتو په هر کلي چې به ورغه چې چا به ګیره اوږده وه بس هغه به نه کړو اچې څوک نه و چې دا دغه ته لار کولې څوک وزن یې 25 لپاره راغلی استاسې دا سړی ونی بس وزن یې قتلیانې کوي دا خبرې نه زه تا ته کوم صاحب دا رښتیا دي نور به هم خو بس عزیز نور وخت نه نیسم نور خلک به وي به مې بیا سره غږېږي صاحب کور دې ودان ته خدای په امان. بلې السلام علیکم. سلام علیکم ستاسو صاحب. وعلیکم السلام بفرمایئ. ستاسو صاحب امی عمران خان آمده شد به کابل شاید به می مفهوم باشه که اول که امی کسایی که پنجابی پنجابی می گفت از امی دولت کابل و کمونستا و امی کل از یا فعلا به تمام مردم افغانستان معلوم شد که اداره کابل رو رخصتی کرده برای عمران خان و سرکال خالی کرده و در قدیم ها خستر صاحب که وقتی که خان یا بازار وقتی که در یک جای می آمد باز امو مردم بیچاره و غریب و دیقانا برشم و را را ما پاشی میکردن و یک تخت پدا میکردن این همی کار غلامی همی اداره کابل امروز معروف شد که تو غلام پنجابی هستن و دو می خطاب سر کنمی آوی که بچی چی مفهوم آمده مفهومش این همید که این همی اداره کابل به افغانستان گفته نمیتونی که تسلیم پاکستان میتونه که خود از یاد بازارهایشان این کار کردن نتانستن افغانستان و توش خود گرفتن نتانستن که مردم افغانستان آزادی خواهد داشتن در 20 سال در مقابلشان جهاد کرد برای آزادی و استقلال افغانستان و فعلا نمی داره کابل تسلیم از پاکستان میکنه برای زنی میخاطر و دیگه مفهومی نداره. دو می خطاب سه باستانالیایی که در یا انگلیس ها یا کسایی که جنایت کردن در افغانستان ما وارد دیگه مقصر نمیدانم مقصر نمی از روز اول نمی خود نمی کرزای شورای نزار اونمو کلینیت فهیم و نمی ربانی و نمی دیگه جنایتکارا خلیل و محقوق و دستم عبدالله و نمی فید پافیل نمی اشرف غنی نمی هستن چرا که یا نمی ها را آوردن بر سر مادر خود که افغانستان مگه بیت مادر مادرشان است ملکشان است عیشت مادر را سر مادر خود آوردن و اون تو وقتی که در قریجات یا او افکرهای افتارالی و دیگه میره و چی میکنه اونجا برای مردم میره پلو کار میکنه با خامخا که مردم افغانستان هم میکشن اونجا پنام ایرانیست نه روسیست نه پاکستانی میره مردم افغانستان هم میکشن و اگر میکشه جنایت است اینمی کلش مقصر در نزد رب العالمیان هم اینمی ملحدین هستن که اینمی کرده دیگر دیگر اشتا و اینمی فیلم خیلی اینمی هستن و در نزد مردم افغانستان هم باید یا جنایت کردن باید به محکمه برسن و در اون کتاب سر اینمی فیلم که اینمی چی که هست تک کتاب سر اینمی ملا صاحبات تمام افغانستان اینمی برای آزادی افغانستان عملیات جهادی خود شروع کردن که اگر شما روزانه اثرتی هم یا ساکر اشرف غنی را ببینید که چقدر تسلیم میشه به طالبا روزانه من فکر کردم که روزانه تا 50 تا 60 عسكر در سراسر افغانستان تسلیم طالبا میشه با مهمات صلاحی خود چرا تسلیم میشه به خاطر که این اداره فاسد کابل نامشروع و کسایی که به حساب عسکری رفتن به خاطر دلار رفتن و غریبی و غربت رفتن نه به خاطر زمین تیوهی بهتر کار نیکد کرد که زودتر تسلیم شوانید خاتمه بتونی اداره فاسد کابل هست دومی خطاب سر دینمی خلیزاد که هست تک دینمی خلیزاد که هست هم فکر میکنم که اگه اداره بایدن هم بیایه دینمی چیزا زودتر شاید اشغال خاتمه بیاسه و افغانستان آزاد میشه و طالبا افغانستان هم زیر حاکمیت خود میگیره در غیر از او جنگ دوام میکنه بیره نه بایدن میخواه نه دموکرات ها و نه جهان و اون مو توافق نامه که صورت گرفت با امریکا که تاسب نه ناتو بود کال امروز ناتو آمده میگه که ما از دولت اداری کابل فاسد حمایت میکنیم نه ناتو ده او در قطر بود بین تنها طالبا و امریکای ها بودک و امریکای ها بود نمی ناتو را کش کرده برد وقتی که امریکای ها خارج هم خواهم خواهد ناتو کنه درست میگین خوب تحلیل خوب تحلیل هست همه طور هست اصلا خوب بالای امریکا حمله صورت گرفته و همی علت و او معلولات که بالای عراق حمله کردن و بالای شرق میانه و یا با ما و یا با هراس افغانان و اسمش هراس افغان گذاشتن همی از و ناتو را با خود کشانیده و اونا حق و سهمی خود می پردازن در امی جنگ و هم عسکر خود فرستادن حتی ژاپن
عمله و فعاله داره در افغانستان. بعضی ها در این بخش لوجستیک کار میکنن، فرزن در باگرام آمدن یک فرض کنیم از یک کشور ناروی، اونا مردم های جنگجو نیستن و صاحب توفنگ و توفنگ بازی، یا سوئیس، فرزن در سوئیس حتی میگه پولیس هم در سرک بیشتر نادر میبینین. ایتو یک ملک جنگ و خوندیزی و اینا نیست، مگر اعضای ناتو دور از بیرون از ناتو شمرده میشن، اونا هم حضور دارن در افغانستان، منتها در بخش های دیگه. فرض کنین شاید در لوجستیک میفتن یک آشپز کار است، یا فرض کنین خیاط کار است، یا امی امور لوجستیکی را اونا با پیش میبرن، در افغانستان موجود هستن. مگر امی استرالیایا، انگلیسا، آلمانیا، اینا رویاروی در جنگ با قرار سیراس افغانان اینا قرار داشتن، در حالی که اگر واقعا جهانیان توجه بدارن، اگر طالب حراس افغانان یا داعش حراس افغانان یا القاعده است، به مو عنوان و به مو انگیزه اینا افغانستان اشغال داشتن، عراق اشغال داشتن، خو اینا هم حراس می افغانن، اینا هم خانه های مردم تباه می دارن، مردم به قتل رساندن، باعث خوندیزی ها گردیدن. دیگه این را هم باید در جیابی بداریم که خود حراس افغانی یا تروریسم چطور تعریف میشه. خب مگر متاسفانه کس در افغانستان نیست، رسانه ها هم به دست امی مردم است. دوستم برای یک آدم جانی در اونجا مارشال میشه، یک آدم یک معلم میره رئیس جمهور میشه، یک کاتب یک دفتر جایدی میه و رئیس رئیس جمهور میگمارن، بالا بالا میتازن، یا فرض کنین همه تو امرالله سالی واری یا خود امی عبدالله عبدالله واری، آدمایی که دو تو ترزش ندارن یک دفتر پیش بردن نمیتونن، به امور بسیار خطیر افغانستان در یک حالت بسیار خطیر افغانستان قرار میتن. یا امی اسدالله خالص همه تو یک شخص اگه آدم بیاره بگوی که خب این تکتیک نظامی یا فرزن تعلیم نظامی یا فرض کنیم عملات و سوق و اداره و دیگر و دیگر میدانه، نه، و صرف بگی که جاسوسی خوب کده میتانه او را آورده وزیر دفاع ساختن. یعنی همی امور افغانستان به دست یک شخص اهل کار سپردن نشده و تو یک حالت آرام هم نیست. خب در وقت ظاهر شاه پادشاه سابق اگر فکر کنین آرام آرامی بود و یک نفر جنرال بود و با همراه شکم کتا میرفت و میامد از یک دفتر پس خانه خود میرفت، اونجا نه فیر تفنگ بود و نه کدام جبهه بود که با پیش ببره، اما جنرال همه تو سربسته کاغذ پیچ میامد و میمرد میرفت، هیچ در یک محاربه هم اونای سن نمیگرفتن، ماش میخوردن و سب یک گردوی بود گفته مرحوم شالیزی که برای جنگ های داخلی بود و یا خارجی، اونا نه برای جنگ داخلی بود و نه خارجی، در او حالت درست بود. مگر در یک کشوری که چپ و راست در جنگ قرار داره، در پنجه های ناملایمات و نانی ها قرار داره، دیگه همینطور جنرال مضبوط دو آتشه که با همه تعالیم عسکری یعنی واقف با جرأت کلکار و تیزهوش لازم است او را میگیرسه به دست یک طفل چون اسدالله خالد وزیر دفاع، یا فرزن بچه زیان هم داره. همی کسایی را که ما اقل از گفتارشان مشنوم میبینم که یا هیچ و علاوه از اون خود حالت افغانستان وقتی با گردوی که با 5 میلیون و 6 میلیون بیلیون دلار در سال پول و معاش و مدد و ساز و برگ نظامی و دریشی های مقبول و صاحب همینطور کلاهای زرد و سرخ و سبز این طرف طرف میدوان و صاحب، نه پلیس امنیت گرفته و نه عسکر جبهه را فتح کرده، و در برابر یک چند نفر موترسکل والا گفته دوستم اینا به فرار محکوم میشن. اینجا معلوم میشه که خود نظام عسکری بسیار ناقص و بیچاره است، اونا نمیتونن امی وضع را کنترل کنن. بله سلام علیکم. الو، بله بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید سر جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صاحب غفوری صاحب بفرمایید. جنرال دوستان
میگم که یکی از ملیشه‌های بدنام و جنایتکار بوده، اخیراً در شبکه‌های مجازی با چهره مسخ شده و خواب آلود در جمع یک تعداد افراد مسلح قماش خودش اظهار می نماید که آمریکا و ناتو با وجود همه امکانات نظامی، اقتصادی و سیاسی در مقابل 4 نفر موتورسیکل سوار یعنی طالبان شکست خورده و از افغانستان خارج می شوند. این جنرال گلمجم در وضعیت کاملا بیهوشی و نشه باز هم مانند سابق برای دلخوشی خودش و اطرافیانش می گوید که کار طالبان را یک طرفه می کنم. وقت پف و پتاق این گوساله دو مادره را شنیدم، مرا به یاد معتادین زیر پل سوخته و پل سرخ کارته 3 کابل انداخت که آن بیچاره ها بنابر فقر جامعه و نبود نظام مردمی در افغانستان با حالت بسیار بد بسر میبرند و با گرفتن مواد مخدر در حالت بیهوشی رفته و از جهان خبر ندارند. این ملیشه بدنام که از لحاظ فیزیکی، جسمی و عقلی کاملا کهنه و فرسوده شده، ولی یگان بار شوق انسان کشی را که در تار و پود وجودش جا گرفته وادارش می کند که مثل شغال شعار جنگ و کشتار از القوم مردارش بیرون شود. مردم افغانستان حالا هوشیار شده، دیگر نیرنگ و فریب این وحشی ها و بدخلاق های بی حیا را نخورده و به ایشان نفرین می فرستد. گرچه مشاهده می گردد که اخیراً آقای غنی جاه‌طلب و مکار با تیم بدنامش در صدد ملیشه سازی مانند دوره حکومت نجیب کمونیست گردیده و در تعداد ولایات کاملا ناامن گروه های ملیشه را تحت نام خیزش مردمی تنظیم و دانا به مشابه مواد سوخت برای بقای قدرت نامشروعشان استفاده می کنند. ولی یقین دارم که آن وقت دیر نیست که غنی هم مثل نجیب کمونیست به واسطه امین ملیشه های وحشی به دار زده می شود. اما تشویش در این جاست که تا رسیدن به آن زمان تعداد از هموطنان مظلوم و بی‌دفاع ما هر روزه تومه مرگ می شوند و روزانه صدها جوان وطن به شهادت می رسند و داغ بزرگ به خانواده ایشان به جا می گذارند. از الله متعال جل جلاله استدعا می نمایم که امین تعداد از وطن فروشان، ظالمان و قاتلان وطن ما را هر چی زودتر نابود نمایند تا مردم ما از شر مفسدین رهایی یابند. آمین یا رب العالمین. بسیار تشکر، معقول بود ولا واقعا نمیترست. راست به خدا ما یکان بار همه چهره های از اینا را از دور از تلویزیون میبینم، یعنی فشار ما تو گفته بعضی ها 10-15 درجه بالا میره، جگر ما خون میشه، اصاب ما نارام و لعنت میکنم با گردش زمان که چه یک بدبختی را بالای مردم افغانستان واقعا حاکم ساخت. او چتیات میگه تو مخمور و نیشه، باز یک چند تا ملیشه از پشت سر میبینه که یوگویی میکنه، باز حتی اون ملیشه ها هم میخندن و سر که یوگویی میداره. او را گرفتن مارشال و سر باید دریشه ها را در بازارهای لاس انجلس در هالیوود آنچه در تن مارشال فهیم شما دیدین و که صاحب زنگولگه کاویزان بود و صاحب از سند بعضی چیزها درست کرده بود و رو صاحب یک بازی کولا و بازی آدم را میره و مارشال فروخته میشه برای اطفال، مردم میرن میخرن از بازارهای هالیوود به تن میکنن برای تفریح، خصوصا در روزهای هالوین اینجا لباسهای عجیب و غریب میپوشن و حتی برای ترساندن دیگر شب وحشت و ترس و حراس شب هالوین امی دریشی ها و امی لباس به تن می دارن. امی تو یک چیز ما دیدم در تن یک پسر بود. به هر حال امی تو آدم ها رو میارن، سالها آدم کشته باید مارشال شون و ای کسایی که سالها در کابل خصوصا در جنگ های داخلی
وحدت جمعیت می کشت و جمعیت وحدت می کشت هر کدام یزیا بالا سر و حق و بخش می خواه حکومت نصف کردن و پولیش هم امریکا می ده و ملت خاک به سر زار زار به خاطر یک مسئله در یک بخش همین راستی باید آمد که یک سیما بخیلیم از باید از بامیان رد می کرد و یک برقی که از ترکمنستان و افغانستان می آمد او را بالاخره تصمیم به این شد که از یک طریق دیگه از رای پروان به کابل به صاحب همین خوار و بیادر از آرس چیزهایی کردن و صاحب همین به دم ارگ رسیدن و میخواستن داخل ارگ شوند و صاحب شعارها و دیگه دیگه مگر خبر تکاندی هندی که استرالیایی ها به کدام حد بالای مردم افغانستان مظالمی را مرتکب شده هیچ کس خم با ابرو نمیاره که گویا هیچ گپی صورت نگرفته خیر خیریت از استرالیایی، انگلیس، امریکا هر بدی میکنه، هر حدی افغان کشی میداره نوش جانتان سای برای ما دلار داده برین و ما را حمایه کنین ما را بکشین فرق نمیکنه نیم افغانستان شما گفتی همون ترکی بود یا کدام تا از اونا که ما افغانستان کلشان کار نداریم صرف یک چند نفری از دوها لازم است. دوستان عزیز سراغ اعلانات برمیگردیم انشاءالله. دسترخوان پختن خوشمزه‌ترین غذاهای آشپزخانه افغانی با نگارش دیپلم انجینیر امیدالله کابلی کهگداد تاریخچه خمیر و پختن نان طرز تهیه خوشمزه ترین غذاهای افغانی زیبنده دسترخوان فامیل های افغان شوربا پیاوه انواع و اقسام مختلف پختن برنج از قبیل چلو پلو بته شوله و دلده انواع و اقسام مختلف غذاهایی که از خمیر درست می شود از قبیل آشک، منتو، بولانی، سمبوسه و غیره انواع و اقسام مختلف کباب های افغانی از قبیل ابریشم کباب، کباب مرغ، کباب کوفته و کباب داشی با گوشت گوسفند و همچنان برای رنگین ساختن دسترخوان شما در روزهای عید انواع و اقسام کلچه از قبیل خجور، روغنجوشی و گوش فیل. همکنون در دسترخوان تمام فامیل های افغانی تلفن سفارش 818-884-7018 شرکت قالین فروشی نوبل پالاس در شهر هامبورگ وانس بیگ مارک در عقب مکدونالد انتر شتر شماره 8 که تازه گشایش یافته است بهترین قالین های کلاسیک و مدرن دستی و ماشینی را از افغانستان، ایران، هندوستان و پاکستان وارد نموده با مناسب ترین قیمت ها در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می دهد. شرکت نوبل پالاست به خاطر افتتاح شرکت یک تخفیف 30% و علاوه بر آن تحفه خاص را برای خریداران عزیز در نظر گرفته است. آدرس شرکت قالین فروشی نوبل پالاست در شهر هامبورگ عقب مکدونالدز انترم شترن شماره 8 شماره تلفن 0163-917-1691 استیتیش سان میدیسن کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ گنز مارک شماره 33 با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی دکتر دندان دیپلم از دانشگاه شهر هامبورگ متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی در این کلینیک
با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداعی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنزمارک، شماره 33. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگ، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، در فاصله 1 کیلومتری از مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن‌ترین مبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، چوکی‌های طعام‌خوری و میزهای طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالن، با اضافه از 200 نوسیت‌های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ‌ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در 2 طبقه با موبل‌های مختلف، موبل‌های دستی، محصول کشور ترکیه و با دیزاین کلاسیک، مدرن و لکچری با اضافه رنگ‌های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف با کوالیتی اعلی و 2 سال گارانتی در خدمت شما است. فروشگاه موبل پلازا اشیای خریداری شده را به محل دلخواه شما انتقال داده و خدمات ترمیماتی را انجام می دهد. گرانو هیوادوالو، د جانبدار نړیوال تجارتي شرکت اعلی درجه بسمتی وریجی د جرمنی هامبورګ ښار ته وارد کړی دی چې شارنګ خوند او ښه کیفیت لري. تاسو کولی سئ چې دا وریجی په ډیر ارزانه او مناسبه بیه د لاندې ادرس او ټلیفون شمیرو څخه ترلاسه کړئ: والدور فرشتراسه 15 22 0 یو څلوېشت هامبورګ جرمنی، 0 15 یولس 222 څلور نیوی 15 او بلش میره 0 3 2 6 یو نیوی اتاتیا. هموطنان گرامی، شرکت بین‌المللی تجارتی جانبدار بهترین برنج سیلی باسمتی با کیفیت و مزدار را در شهر هامبورگ آلمان وارد نموده است. شما می توانید این برنج را به قیمت ارزان و مناسب از والدور فرشتراسه شماره 51 شهر هامبورگ به دست آورید. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره های تلفن روی صفحه در تماس شوید. گران دوستان و بیا هم سلامون و احترامون است تاسو خدمت کی و در افغان پیام تلویزیونی خبرونه ده در سپین و خبر و برخه در افغانستان پو پی خواه گیو. آنچه میبینین دوستان عزیز با استناد اخبار افغانستان، آنچه مگذره در وطن عزیزتان در قبال از او تبصره ها و همچنان نظریات شما را پخش میداریم. ملاحظه شخصی خود ما، البته نظر خود ما است در راستای البته خیر افغانستان، آنچه فکر میکنم به خیر افغانستان است او را بیان میدارم. و سیاست بسیار سوال برانگیز شده و در راستا نظریات هم متفاوت است. احزاب خصوصا در 20 سال اخیر
امی پول ظالم بدبخت دلار امریکایی هقدر مردم متفرق ساخته که هر یکی علاوه از احزاب و سمت و جنا و دیگه و دیگه در برابر یک دیگر قرار داده که هر یکی حتی میگن امی قراردادهایی که یک پروژه به کی تعلق بگیره به هزارها دشمن میگه پیدا میکنه. حتی یکی از دوستای ما فامیلای آقای اشرف غنی پسر عموی از اونا را رشاد جان برای یک پروژه میخواست تو را به خیر مردم افغانستان به کار بیاندازه، چند نفر آمدن در منزلشان چای نان و آب هم نوشیدن و سب مزقه بورا زدن به همراه تفنگ تال قاتل های از اونا را نه حکومت پیگیری کرد و راهیابی ساخت و نه کسی دیگری، رفت پس کلاه خود شهید شد و انگیزه ها جز همین مسائل اقتصادی چیزی دیگری نخواهد بود. به این لحاظ امروز یک کسی را اگر شما میبینین که از همین حکومت پاشیده و فاسد دفاع میدارن، حتما ببینین که یک انگیزه داره، در غیر از او دیده به دانسته در روز روشن در یک اشغال در یک حکومت ناتوان یک نفر می از ازمی حکومت ترقص دفاع می داره و سب. باز دفاع از اونا اتهام بالای پاکستان است و امی کلماتی چون پاکستان، پنجابی، طالب دهشت افغان که نمی دانه مقب گراب حقوق زن باز چطور می شه، این چیزا سب یکی امو جغلی سیاست خود دامن خود باز می داره و فایر میکنه به روی دیگه میزنه که اونا از خود ناتوانایی ها، ناکامی ها، پسمانی های خود میخوای که اغماز بداره و اتهام بالای دیگه اینا رو تبرئه بسازه. باز ما آدم رو میبینیم میگه نه بدر این امید افغانستان یک پروژه داره، یک کاری داره، زندگیش جور شده، طبیعتش راست است، اگه نیچ کارام نبود ای امریکایی چیز برای از یادم میسر نبود از افغانستان دمی چور و چپاول از یک گوشه هم و شکار میگه که شیر میکنه در جنگل، باز میبینی که شغال هم یک لغمه میدوانه و سه باز یک خفاش هم و سه هم و کرگست هم و دیگه و دیگه سه باز آسمان و زمین سه باز میریزن برای هم و ناش یک مرده که شیر شکار کرده در آغاز او را خوانده و دریده سه بیدگاه باز از او میبردارن و میزنن و از راه های دور میبینی که یک زاغی کلمرغ از بالا تا میشه و سایب هم نولک میزنه. فیلم های نشنل جیوگرافیک اگه شما توجه کنین حالت افغانستان تقریبا نمطور شده، بنان باید یک نفر باشه که درست علاجی کنم و یک جناح متفاوت در افکار در تحلیل داشته باشین که مقایق برملا شد. بله سلام علیکم. بله محترم خطاب شد، سلام و عرض ادب خدمت شما و افغانای محترم ما. و علیکم سلام. تقدیم میدارم در رابطه با مسافرت صدراعظم پاکستان میخوایم چند نکته ذکر کنم اگر اجازه شما باشه. بفرمایید سر میربانی. صدراعظم پاکستان قبل از اینکه حرف از اینا رو من بشتم دیروز دیشب من اینمی حرفا را امرای خود تکرار میکنم که اینمی حرفا را میدونن اشرفانی هم در پشت دروازه های بسته برش گفته که این بانجایشان هم ایلا دادیم تمامی کارهایی که تقاضایی که کردیم کوره کردیم اما نوز هم خشونت جریان داره و پاکستان میگه ما خب الاخ در این قسمت اختیار نداریم ولی ما کوشش خود میکنیم باعث یک مملکت همسایه که این کار بکنیم و برشان بگویم گوشت بتیم. آره سوال ما در این جسته سب که آیا خود پاکستان طرفدار جهاد در افغانستان است، طرفدار طالبا هستن؟ اگر هستن خوی خودش یک مخالفت است علیه دولت افغانستان و قوای ناتو و امریکا. اگر دولت افغانستان میگن که ما دوست هستم با خودت و با امریکا میگن ما دوست هستم پس باید اونا را رد بکنه دیگه اید کدام موقفی قرار داره سب من نمیفهم سب که چطوری بازی ها را و دیگه ای که ای اشرف غنی و کرزی و کسی دیگه پیدا نشد که از این پاکستان
اول سوال کنه که اول همی عملاتی که خودت سری سرحدات افغانستان کدی و میکنی چرا میکنی و کسی که کشته شده چطور میتنی او رو جوابگو باشی؟ چرا ایره مطرح نمیسازه؟ سواله بسیار مهم است. و دیگه ای که در آینده افغانستان امو قسمی که شما در شروع تفسیره نکدین که پاکستان به هیچ وجه نمیتونه که دوست افغانستان شود، برای اینکه او اهداف شومی خود داره در افغانستان، او را میخواد پیاده بسازه. و او رو شما گفتین سب که طالبا سب که فرار کردن از بی 52 به پاکستان. خب 4 سال بعد کی اینا را تضمین کرد سب که آل تو برو به داخل افغانستان؟ بی 52 قطع شده نیست، بیغم جهاد خود بکن. اینمی سواله است که باید این طرح شوه و اینمی جواب گفت کسی ایچ اصلا ایره مطرح نساخته. ما آقای خطاب، ما امرای شما باز تلفنی تماس میگیرم راجع به برنامه که شما لطف کردین قبول کردین صاحب. ما دو قسمت راستا روز پنجشنبه آینده امرای شما باز در تلویزیونم به تماس میشم و تلفنم شاید بکنم که موضوع رو مطرح بسازم که از چی تاریخ میتونیم صاحب که ایره عملی بسازیم. امرای تلویزیون شما هم یک خدمت شوه، یک کمک شوه صاحب، و از این راستا ما بتونیم صاحب که یک صدای مردم افغانستان صاحب که طبقه منوره البته بلند بسازیم که در این راستا می کمک شما را ما تقاضا میکنیم. تشکر از توجه. مهربانی میکنین، لطف کردین. خب نمیدونم، اول خب در همین طبیعت در عام بسیار صدمه پذیر میشه انسان ها، او کسایی که ضعیف هستن از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی. اگر انسان وقتی بدنش یک حیوان ضعیف میشه و لرزان میشه، حتی در همین خود گروه حیوانات که پیشتر عرض کردم، قبلا شیر یک مخه، یک رمه، یک نشانه بگیره، یک گاوی فربیره، میبینه امو که تیز را رفته نمیتانه، یک کمک عطالت داره، اونمو را نشانه میگیره و زود میتانه شکار خود بسازه. در خود طبیعت انسان هم همینطور نهفته که اگر یک انسان بدن انسان قوی نبود، قوای دفاعی از او ضعیف بود، او زود صدمه پذیر میشه، مریض میشه، بیمار میشه. حتی در این کرونایی که حال امروز آمده و جهان با خود پیچانده، در امریکا اینا میکوشن که هم کسایی که در سنترها و دی کیر یا چی میگیشه نرسینگ هاوس ها هستن و سنینشان بالا رفتن و به بیماری ها مبتلا هستن، اونا اینمی میکروب زود اونا را میتون از بین ببرن، چون اونا ناتوان هستن، علیل هستن، سنینشان بالا هستن. واضح طب میگه، خود بدن میگه، خود طبیعت میگه که یک نفر کهنسال مریض توان همین ویروس نداره و از بین میره. مگر برای جوان ها و قدر اینا تشویش ندارن، اینا میگن اگر یک جوان مبتلا بسازه مریضی کرونا، او آدم احتمال مرگ از او بسیار کم است، از 0.5% هم کمتر است، زود غلبه میکنه چون بدن از او چی است؟ قوی است. مگر او آدم باز میره پدر خود ملاقات میکنه، نیکی خود او سه، اونجا که بره میکروب با خود حمل میکنه، او میمیره. در شرایط افغانستان مثال به این برتان عرض میدارم که خود ما در درون بسیار ناتوانایی ها داریم، نتانستیم یک حکومت درست روی کار بیاریم، پروژه های عمل منفعه با وجود به افغانستان بالای بازو توان خود استوار باشه، نه نظام عسکری ما، نه انفرسترکچر که میگه در انگلیسی، اما تهداب اقتصاد آباد شوه که از او طریق مردم نانوهای خدا خودشان پیدا کنه، از لحاظ سیاسی و حکومت داری اینا. این خوب از بیرون ما باید تقاضام نکنیم. این خط دیوران و ایدگاه بسیار بعدی است، این که خط دیوران و پاکستان نمانه بسیار چالباز است و دیگه است و ایرانی هم بسیار چالباز استن و روس ها یک وقتی ما را زده بود و هم بسیار بد استن و ولا امریکای هم ما را میکوشه و بد است و دیگه. این بدی ایدگاه برای ما مهم نیست که کی بد است کی خوب است، ای که ما چرا نتانستیم، قادر به این نیستیم. یک گروپ ما مزدور است به در رکاب امریکا میدوه برای ماش، برای مدد، برای همیال در
ژنو می نشستی که جنیوا نشستی که از ای به خاطر عزیز که بر افغانا چند کمک چند با ما میرسه و بیادر 20 سال شما کمک کردین اگر کمک نکنین ما خوب از بین میریم یا وزیر چی بود مالیه استاد میشه که 5 سال بعد افغانستان 400 بیلیون افغانی از عواید داخلی جمع میکنه دیگه یعنی پیش بینی 4 سال بعد میکنه حتی امیر حال فعلا افغانستان در یک رشد معکوس 5 درجه منفی قرار داره بیش از 60 درصد مردم اجتماع بیکار است اردوی افغانستان شکست خورده می حکومت توان پیشبرد امور نداره حتی یک حکومت بعد از 8 ماه است بخیلی سرپرست است حال کسی را نیافتن که اونا وزیر برحال ندارن حتی سخنگوی برحال ندارن یعنی این مسائل وقتی دیده شوه ناتوانایی ها در درون هست ما پاکستان که چی پالیسی داره و چقدر خصمانه است با کدام حد پنجابی بده است یا شیطانه هست ما بارها عرض کردیم خب در اونجا ما شما مهاجر نبودیم آیا امی جنگای ما علیه ارتش سرخ بر استقلال افغانستان از اونجا آغاز نشد از اونجا امی شیر آقا و گل آقا سب اروپا و استرالیا و امریکا فرار نکردن تحت پروگرام های مهاجرت با اینجا آمدن و صاحب فامیل بست از کمک های حکومتی استفاده کردن از امی طریق پاکستان از امی کمپ های پاکستان از امی راشن پاکستان استفاده نکردن امیال شما 3 میلیون آدم در پاکستان شما به حیث مهاجر فعلا ندارین که از همه خدمات اجتماعی و کشور استفاده می دارن با این منوال در ایران شما در ایران دارین و در ایران هم در اونجا باز هم ما میگیم که ولی ایرانی ها مردم های بدی هستن و ضد سنی ها و دیگه مگر در اونجا هم ما متوطن زیاد داریم 2.5-3 میلیون مهاجر در ایران داریم بنابراین دو کشوری که خصم داره و دشمنی داره و وضع افغانستان به هم میزنه چی تعرضات مستقیم و اوریان بالای افغانستان دارن و چی از لحاظ فرهنگی بالای ما معصر امیال آدم خود ما و شما جمع کرده نمیتانیم چرا برای ازی که پولها دارایی که از بیرون میاین همه از او به جیب چند نفر خلاصه میشه اگر در اردو است به جیب جنرال و مارشال و دیگه دیگه خلاصه میشه و اگر در پروژه هاست پروژه ها هم به سود مردم کار نمیکنه حتی پول هایی که میگه از امریکا به میرفت راستان سفر میکنه به دبی که محل ملاقات یک افغان است با یک امریکایی از امریکایی فرزن 10 میلیون دلار میگیره و میگه من این پروژه رو به خودت میسپارم اینه بیادر 8 میلیون دلار بگی ببر خودت برای ما کار میکنی زیر امی کمپنی که پیسه رو ما آوردیم باعث قرار دادی و 2 میلیون دلار در عواد جیب یک امریکایی میفته و 8 میلیون دلار از زور نقل میکنه به نام سب کانترکتر در افغانستان بازو آدم این پولا رو میورداره میبره یک 6 میلیونش به افغانستان 2 میلیونش باز دمو دبی در یک بانک ذخیره میکنه بازو 6 میلیون که اونجا میرسه بازو به یک کس دیگه میسپاره تا که امو پروژه عمل میشه به کار میفته یعنی برای یک 10 میلیون یک پروژه که واقعا ضرورت است همون مقدار و مردم به کار میفته از او یک گاو قدود صاحب یک 4 میلیون میمانه که همو گفته بعضی ها بعضی سرکار و اینا به حد بد قیریزی کرده و صاحب ترمیم کردن که بعد از 2 سال و 1 سال و از بین میره دوباره باید ترمیم شوه در بخش شهرها بنان این خیانتات موجود بوده در افغانستان و در بخش نظامی هم طور دادگه امور افغانستان ببینید امروز تخم مرغ از بیرون وارد میشه مرا یکی گفت که تاجکستان بود یا ترکمنستان دیگه تخم مرغ وارد نمیشه در کابل یک دانه تخم مرغ نمیفهم چند شده از 3-6 روپیه بعد 15 روپیه بالا رفته چون ما خود ما همی ارزی فارمای مرغ و اینا را ارزی تخم مرغ نداریم بازار پر کده نمیتونیم برای واردات از وارد از بیرون برق ما از بیرون میاد
امیال چراغ، روشنی او کلی چیزا از بیرون میاسه. به اطلاع عوض میبینین در پارلمان شاید امام از بیرون به از پاکستان واردات همی سبزیجات از بیرون دیگه. دیگه برادر خو وقتی که تور باشه ما بریم مردم دیگر مقصر بدانیم. ما مشکلی عمدره که میبینم نه عمران خان است و نه پاکستان است و نه ایران است نه دیگه است. در درون واقعا یعنی تهداب همی حکومتی که حکومت بسیار مهم است، یک دولت در یا حکومت یعنی رکن عمده است. به او خاطر در اسلام همی خلافت و حکومت اسلامی را بسیار سفارش میکنه، بیت المال سفارش میشه که از اونجا مردم های صادق عادل در روی اقتدار باشن با ایمان. امو پوله هایی که از مردم بحیث آشور مالیه که نمیدانم زکات و اینا جمع میشه برای امور اجتماعی مردم صادقانه توزیع شوه که به خیر مردم تمام شوه. یک حکومت اسلامی حتمی است در یک اجتماع مسلمه. مگر این حکومت خوب یعنی آنچه اسلام میگه شرع اسلامی و حکومت اسلامی در اینجا منعکس نمیشه. بنان ما خود ما کم و کاستی بسیار زیاد داریم. وقتی خود جور نکدیم بدن ما قوای امیر نداشت که دفاع کنه از هر میکروب. دیگه بازار پاکستان ما را برای ما صدمه پذیر میشیم از پاکستان از ایران دیگه. هر قدری که در درون ما توانایی های ما بالا بره، قدرت ما بالا بره، یک حکومت قوی داشته باشیم، حداقل مقابله کرده بتانیم، حکومتدار خوب باشیم، صادق باشیم. او اگر هم گفته بعضی ها اگر صداقت هم نبود خود نبود، مگر یک حکومت باشه که اگر کسی صادق نبود زدی از او عمل کنه. دیگه به اول حاض ما میگم که کشیده شوه که واقعیت های افغانستان رو درک کنیم. پاکستان ملامت است، خوب است، من ملامت هم هستم، آمدم جگرتانم پاره میکنم، دست پدرتانم خلاص. چی کده میتونی به امروی پاکستان؟ مسئله زور است نید؟ ولی امریکا با زور آمد، روس با زور آمد، قرا و قصباتتان رو تکه تکه کرد. در درون هم هر یکی که زور بود درک داخل شد. همه علی از ترکی آغاز، حتی از خود داود خان با زور حکومت کودتا نکرد. پسر گاموی خود خلق کرد و رئیس جمهوری را ریاست جمهوری را اعلان کرد. تا آخر تا که او را کشتن فامیل بست جای از او ترکی آمد با زور. حفیظ الله امید آمد بالی شده دهن باد عامر خود یا چی میگه استاد خود تخته کرد کشتش سب تباه ساختش با زور حکومت گرفت. همه تو هر یکی با زور با زور با زور با زور حکومت آمد. آیا استاد ربانی را کسی رای داده بود؟ نی و همه جنگ ها خوندی زیامت. بعد از او همین طالب به زور آمده و باز امریکا آمد به زور طالب به زور بی 52 از بین برده. یا آقای رها صاحب فرمودن که به زور که یا در کجا بودن خیلی مجاهدین در کجا بودن. در اول خود مجاهدین هم همی حکومت هم از بین برد. داود خان هم صاحب مجاهد نبود. آیستا آیستا خود سر و سامان میتن با هم یک جا میشن، یک منیجمنت درست میشه مطابق به شرایط. خود درست منیج کردن آمدن زده همی اشغالگرها جنگ کردن سه آدم از عقل نگذره. ای که ما خصمانه فکر میکنیم یا طالب بسیار مردم های بد است، حیبت داره و که دیگه داره داشته باش. حقایق روز است آنچه برتان میگویم. در این رابطه اگر کدام کسی ملاحظه داره خب بیایی با هم چی میکنیم یک جر و بحثی یا یک منطقی را بیان بداریم که آدم بدانه. مگر اینکه چوت انداز دو بزن و المغال کو او خو کدام مفیدم نیست و کسی که چیغ میزنه و بی جا فریاد میزنه و ایر توهین کو ره توهین کو خو بیماری سو باید برم تداوی خود کنه. بنان به نظر ما خود ما در درون چار بد مردم هستیم. از ما گرفته تا دیگه کل ما سهم داریم در بربادی افغانستان. باید بیاید اصلاحات از خود شروع کنیم. خود خداوند میگه اگر یک امت ما یا مردم ما در نفس خود تغییر نیاره ما هم نمیارم. این امور محول میسازه به خود بشر انسان که در نفسای خود تغییر بیاره. امروز ما همه ترستیم. نه پاکستان بیادر مقصر است، نه پنجابی مقصر است، نه ایرانی مقصر است و نه کدام کسی دیگه. در اینجا برادر در دنیای پهناور ببینین هر یکی برای مفاد خود کار میکن.
آیا بنگلادیش برای افغانستان میاندیشه؟ یک کشوریست که تازه چند سال پاکستان خودش 1947 استقلال خود گرفته، جدایی خود، و بنگلادیش هنوزه یک کشور جوانتر از دوست، 10-15 سال بعد جنگ میان هندوستان و پاکستان تولد شده. برین ببینین، مقایسه کنین. ما فکر نمی کنم که اونجا هم پاکستان و هم هندوستان رخ نکنه. اونا امور خود به پیش میبرن، حکومت داره، قانون داره، تولیداتی دارن، یک کشور بسیار قوی در منطقه شمرده میشه، سند دارن. ما برادر، ما که فکر میکنم ما رو خدای اصلاح بسازه. اگه پاکستان نبود که دیگه مداخله میکنه، اگه اون نبود دیگه یک قدر ما با... چی میگه تا احمق در جهان است مفلس در نمیماند. همی است. ما دکترها رو اینجا دیدم قبضه همین چی رو به سینه خود میزد و ملی گرایی و که دیگه و دیگه. یا یکی بود که از دایی پشتون، یکی دیگه نمیدانم از دایی چطور که مولا را هم دو بزن و مولوی را هم دیگه. همی پرچمه خلقی ها نبودن از ایلا که بعد میگفتن غرب همی نظام سرمایه داری و فیودالیسم در نطفه اینا رد میکردن. امروز در دامان از اینا افتادن، کار میکنه. وزیر خارجی تان کی است؟ خب این پرچمی است، امی آدم که رد میکرد. باز مناعت و شرافت هم ندارن بلا. امی ملاهایی که جنگ میکرد زده ارتش سرخ، حالی در کنار از اینا نشسته است، بالا سر دروغ میگن از قرآن و از آیات و اینا، یک چیزی میکشن که به سودی امی حکومت بیانجام. بله، سلام علیکم. بله آقای اختار، سلام علیکم. وعلیکم سلام. خوب هستید؟ خیر و خیر. آقای خطاب، بیشتر شما یک تفسیر داشتین راجع به می قوای استرالیایی که 39 نفر افغان همین امروز ما متاسفانه یعنی بسیار قابل تأثیر است که اینا کشتن. اما گپ ما ای است آقای خطاب که امینا را شما ما و شما کل ما ملامت کردیم، این امینا کافر هستن یا یهود هستن، نصارا هستن، هر چیزی که هستن، امینا همه قدر وجدان داشتن با وجود که هیچ کس از اینا نخواسته بود که امین تحقیقات انجام بدن. من سعی کنین امینا خودشان امین تحقیقات انجام دادن و گفته امو یک گپ بسیار عامیانه ما و شما دامن خود از سر خود بالا کردن با وجود که ملامت جهان شدن، مگر من همه صداقت و ایمان قوی داشتن که این امین افشا ساختن که ما همه تلیک جنایت کردیم، در حالی که افغانای خود ما و شما درست تفکر شما را من کار ندارم، هر کس طرز تفکر خود داره، امی افغانای خود ما و شما تا این امیال هر کدام ما که جنایت کردیم، هر جنگ سالاره که جنایت کرده حاضر نشده که یک مذرت بخواه، حتی اعتراف نکرده. همی گلبدین حکمتیار تابیان دمی پروگراما که خواستن 60-70 هزار نفر ای کشت، مگم وقتی که براش میگن میگه ما یک نفر را نکشتیم. امیان طالب هر انفجاری که میکنه صدها نفر را میکشه، بیگناه را میکشه. مگم سعی کنین که آید میاره و به حساب یک تاپی آسمانی میزنشه. یعنی نمینا خیلی نمه قدر وجدان داشتن که اونه اعتراف کردن اینه میگه پا. اما از خود ما شما خیلی نمه بله بله. اعتراف را نمیکنه. بله درست میگن. درست میفرماین امیر، درست میگن. یعنی ما همین نظر شما رو نفهمیدم آقای خطاب، که همین شما از دوران ظاهرشاه بیشتر شروع کردید، همین کل گیر شما ملامت کردید. نکدیم ملامت، ما اوزار تشریح کردیم. نه ما نکارا ساختیم و نه ناکارا. ما وزر یک دقیقه باشین، ما تشریح کردم که حکومت داود خان کودتایی بود یا نبود. بیایم یک پیش میریم. بود یا نبود؟ به زور آمد یا نه؟ آلی چی یه حکومت طرفداری نکردیم؟ ما تشریح کردیم، ما چیزی که در خط از سور برات میگم. آلی کودتا یک حکومت زور است یا نیست؟ هست یا نیست؟ آلی خب بعد از زود ترکی آمد، داود خان به شهادت رساند، به زور حکومت گرفت، کودتا کرد یا نکرد؟ بعد از او دیگه چی بلا بود؟ حفیظ الله امین بالش در دانه او آدم نگذاشت، او رو نکشت. امین واقعیت هست یا نیست؟ واقعیت هست یا نیست؟ واقعیت هست یا ترکی نامشه براتون گفتم. خواه امیره میگم، باز بعد از او امین چی بلا بود؟ ببرک روسا از بیرون ناورد که در رادیوی بیرون گپ زد و باز داخل آمد، با زور از او گرفت و به او تسلیم نکرد، سای بورا کشت. امین حفیظ الله امین در دالیزای
قصر دارلامان به قتل رسان کشتش و جای از او آدم دیگر آورد. باز بعد از او را به زور میگه در میدان یوهی تو چیغ میزد که مرا چرا میبرین، ما خو حکومتی ما خلاص نشده. میگه روسا او را در تهران انداختن بردن تاشکن بوده کجا در کوچای لا دادن، جای از او دکتر نجیب آورد. باز بعد از او همی حکومت دکتر نجیب توسط همی مجاهدین به زور از بین نرفت. خو ایره ما خو وقایع افغانستان براتون تشریح کردم، ما خو نگفتیم که کار خوب شد یا بد شد. نه این خود تاریخ معاصر افغانستان است که یقینا کل ما شما از این خبر داریم. منظور من سر از این آقای خطاب که شما کل زمین ها را ناکارا نگفتیم خالنده میکلیتی جای نمیگیری چیز نه؟ ولی وقتی که در مغز خودت از گپ گوش بگی در مغزت تشریح میکنم میگم این پیش روی ما دمی در قدمی ثانیه خودت گپ نمیفهمی. حالا میگم تا اوزار تشریح کردم که حکومت زور است، جنگ است در افغانستان، ما خود ما مقصر هستیم. تشریح کردم بگو 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 از این گوشت میدره از گوشت میبره. حالا ما گفتم که در اینجا ما خود ما مقصر هستیم، نه پاکستان مقصر است، نه ایران مقصر است، نه امریکا مقصر است. این وقایع را تشریح کردم برات. با صاحبم تو میگی 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 گپ در کلیت کار نمیکنه چیزی. سعی کنید ما که این پروگرام های شما را میبینم. حالی پروگرام اگر میبینی خاک دستاری همین پروگرام هم از خودتام. وقتی که خودت نه پروگرام هایت سعی میبینی نه گپ هم میفهم. منظور مثلا عزیز که اگر طالب یه اگر طالب خاک دستار طالب اگر طالب میاین نه میاین. حالی طالب را چی میکنی او بگر که او میاین گپ گوش بگی گپ گوش گپ گوش بگی دیدی که برای موقعی دادم آخرم چلوصاف تازه و برای آمد چتیات گفتی. اگه حالی طالب آمد و باز غرغره میکنی و دیگه میکنی حالی غرغره استی و برادر کلی من دم کابل و جوان را نکشت بیعقل که وقت کلی تو پوچ است نه او را اخبار توجه میکنی نه اگه پای مرا توجه میکنی میایی او را پری دسپوزیشن میگشت. در انگلیسی یک لغت است پری دسپوزیشن. یک نفرم تصمیم خود گرفته مغزش همه تو دمو چیز چسبیده همه تو چی هست دیگه یک چیز دیگر نمیبینه همه تو از اون سراخک میبینه یک چیز و مغز خودت که کار نکنه. عینی چیزی که گفتم درست میگی امیر امیان چه شما فرمودین استرالیایی عفا خواست دیگه باز همی عفی استرالیایی چی به دردت میخوره وطن تتبا تبا ساخت. یک مار میای میگزیت و میکشیت و باز میگه مار میای میگه ما عفا میخوایم. ولی خودت به یک عفو قدر خوش میشی باید به دادگاه کشیده شو عفو را چی میکنه. اگر واقعا این ملک چی میداشت بازخواستگر میداشت با خدا همی یهودی ها دمی هولوکاست همی نازی ها ظلمایی که سر از اینا کدن یک آدم 90 ساله را از برازیل در اونجا رفته بود خدا مخفی کرده بود همی هولوکاست وقت هیتلر می چند سال پیش آوردن ما کمک کردن او را میگه 350 سال سر از او عبس کشیدن. یکی گفت بابا این خوصبا میموره میگه نه ما مردنش کار نداریم ما این را کار داریم که اگر یک نفر همی تو یک جرم چی کنه مرتکب شوه بالای یک یهود این در 90 سالگی او را میکشیم میاریم اینجا و 350 سال سر از این عبس میبراید چون یک یهود 50-100 سال پیش کشته هر بالایی که ولی تو را بلا زده باید یک افغان یا مرا بلا زده که بخیزیم بریم در سفارت استرالیا یا قنسلگریش یک مظاهره خوب کنیم یک چی خوب بزنیم یک فریاد بلند کنیم. یادم این کابل در افغانستان ای را بیان داشت طالب می آید و باز تو را نکتایی و تو می کنه. پدر طالب به طالب چی کار است؟ من نکتایی خود بر طالب می تونم که مرا غرغره کنه. ما چی کردیم که مرا غرغره می کنه؟ ما کدام دوزی کردیم کدام ملکی تچور کردیم لوده؟ باز ما طرفداری طالب چی میکنه؟ طرفداری حق کنین بلا زدیده از اون طرف که والا حفا خواست و باز اینا نمیخوای و باز خودت کل گیر محکوم میسازی باز میگم تیکه که و مغز یک نفر که کار نکنه از این استعداد بشری که برای خود انسان خداوند داده از او استفاده نکنه نمیتو یک بلا بیعقل از خودت درست شده. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خیر واقعیت را به که چیز را برای تان بگویم که من نه بربوط کدام از بستم نه در کدام تنظیم و نه در کدام تعصب قومی دارم و صرف مشکل افغانستان را در 30 سال 40 سال که مثلا تجربه دارم
ایروی مشکل افغانستان فقط ایروی قوم پرستی و جهالت است که ای باعث از این شده که خارجی هم افغانستان اشغال کنه و مردم هم در بدبختی بدبخت شوند. آفرین. اگر پیش از طالبا پیش از کرده هیچ کدام خارجی در افغانستان وجود نداشت و دشان داد که نه طالبا حکومت کرده تانست و نه پیشتر از سعیم، به خاطر دیگه ما یک سیاست مدار سعی نداریم، به خاطر از اینکه مثلا میمی عمران خان که ما میبینیم عمران خان یک پشتون است، صدر اعظم شده، در مقابل از هیچ کدام کسی نه راکت میزنه نه دیگه که بگه کلام پنجابی بگه علی پشتون است یا دیگه است. در افغانستان ما شما یک سیاست مدار پخته نداریم، از اون رو خاطر است که تلویزیون ها رو که کسای پیش میبره کل تعصب دارن و قضاوت ها یک طرفه میکنن، به خاطر که اگر دوستم مثلا 1000 نفر کشته طالب تا بال 100000 نفر کشته، باید کل حقیقت رو بگوییم، به خاطر اگر طالب ما تشویق میکنیم زیادتر مردم بیگناه رو میکشه، و اگر مسلمان واقعی باشیم در عقیده واقعی داشته باشیم به خداوند و به روز آخرت از ما پرسان میشه. بله بله بله. و ما باید هر کس غلطیش باید غلط بگیم. آفرین آفرین آفرین. تو میگی تو خب مجاهدین هم بسیار آدم کشته دیگه، کل مجاهدین هم باید از گور بکشین و سر و آتش بسوزن. بله سلام علیکم. و علیکم السلام خطاب صاحب نظیر من. و علیکم مهربانی. سلام علیکم خطاب صاحب. خطاب صاحب دا از طور از مرکی چیه در ترامپ در خوان اعلان روشی چیز از کارو کماون پا افغانستان در دیر خزیره ده او طولت مبارکی ویم در دیر خکار ده در ترامپ در کار هم در امریکا در ولس بگرده ده هم در افغانستان در ولس بگرده. اگر چوب چی پده خواشی نیست کاره که ای پوشی چی غلام صفت خلق دی او نگواری چی افغانستان دوی در شر نخلاص شی و دوی پا غلامی که خوشحاله دی. افغانستان هیچ چاتم خطر نه یا چو جنرالان و چو سناتوران چی دوی جنگ نگت اوڑی او در امریکا ولسی میرغمل نیوله یا طول در افغانستان ولسی میرغمل نیوله دا در اوی در گرد پرزید که امریکایان پوشی او امریکایان پوی هم که خلک ترامپ دوی در دیر غط احسان کرده چی در اخفل اسکر دلتا پو د افغانستان نو باس یو زانت یو خمیری پوز جوړی کنی منگا تاس معلوم دی چې افغانستان یو گرداب ده که امریکا ده تا پا دیوگو جنگ که زن دخیل پری دی دا بد امریکا ده پارا دی خطرناک همی نسبت دیتا چی پا ابرومندانه شکل ده افغانستان نوزی و افغانان خپل پری دی چی خپلا یه حکومت جوړ کی. انشالله افغانستان که باید حالت رازی دا جنگون بخلاصی او دا چی مخ پا کمیدو ده دا افکارو دا دیر خزیره پات شده د استرلیایی اسکارو وژنه چې په افغانستان کې دوی کوم جنایات کړي. خطاب صاحب دا یو واقعا نه ده چې دا یو وخت کې زنګ ووهه چې یا وجدان درشتن دوی وجدان هغه وخت لري چې کله یو څوک شواهد مخکې کړي او پرې پروف شي. دا دومره خلک چې په دې کلو کورونو کې بېګناه مړه کړي د هغې شواهد نشته. دا خو یو وجدان په ځکه راویښ شو چې شواهد راووتل او دوی په هغه شول کنی داسې واقعات شوي دي چې یو کلی کې خلکو ته یې ویلي دي چې وځئ چې تلاشي راځي او قوه راځي هغه بېچارهګانو ټول مخ په غرونو منډې وهلې چې په غرونو مخ په غرونو تللي دي دا خو نه په تیاری راغلي او ټول یې مکړي دي وهلي دي دی او سره پرې کړي لکه د ښکار غوندې او بیا د هغوی د وجود یې چک کړه چې څومره د دې اسنی تاثیرات او اثرات څومره هغه لري او ځکه یو ټست چې سره کوي دا جنایات به څوک راوځه به په وخت زمان راوځي تاریخ او دا جنایات به راوځي دوی ته به ښکاره کوي. بله بله. دغه جنایتکاره ډله ده چې امریکا کې دوی هغه کړی او پاتې چې دا استرلیایي نه ده خطاب صاحب دا د ناټو مسؤلیت ده. استرلیایي یو هېواد کې چې یو مسلمان یو کار وکړي دا د امریکا مسولیت ده. هغه ویلې وای دا هغه امریکا چې لاړه دا نور د امریکا ځان سره وړي دي هلته په جنګ اچولي افغانستان کې دا یې وویلې. دغه استرالیایان هم امریکا باید راشي دا څټ څټ کې ووایي چې لعنت یې په تاسې ویل موږ بوتلې هلته نو دا خو نه دوی درته ویلي چې دا جنایت وکړي او که رښتیا هم واقعا دا فلمونه راوړل شي راوسپړل شي دغه انګلیسانو دغه نورو دومره جنایتونه هلته کړي دي. هغه هغه وویل کریم جان
مخکی وای په کلی کې لیونای را پیدا شو څو کال دلته خبرو کې ډیر راغل امریکایي و همدا شوټینګ کوار څو څلاري تی لیدې تفل لوی و زی لیونای سو یم او سب ولا او سب انسانان قتل کړ بیا پالو جاغو کې ولا عف خواستن خوب چار خوب مردم بزن ولا ایدگاه چرا عف نمی خواین ایدگاه چرا عف بخواین بیا یو یو خود اقا جنگ کابل گلبودین هم تنها نبوده 60,000 کابلی رو کلش همی تا گلبودین بودم تو ساچمه وار زدم میرفت و گیچ کس کل لگی شتب سایل میکن گردنت بسته میشه خود جنگ های داخلی بود گلبودین هم میزد و نمیدانم امی مسعود و ربانی و امی افشار کی قتل کرد و از امی 60,000 خو یک 20,000 شب خو در افشار روی طرف طرف امی از آرار کلش اینمی قتل کردن اینمی عبدالله بود امر میداد امی سر کوی تلویزیون برند یوتیوب درای کور خو نیستی و برین ما گلبودین طرف داری نگو با چار کتاب همی آدم ملامت کنین هر لعنتی در زبانتان میه بدبخت ها بگوین مگر واقعیت ها رو باید بدارین یک بغلا همه تو چشمتان کور همه تو شطور کور واری تیر میشین دیره منان او رو بیا لینون دک دی لالا پتا پا ما خده که او رو پا ما خده که بله خطاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام خطاب صاحب واخو همی استرالیا خو سرشان بیخی فیلمشان بود سند بود مجبور بود که بگویم که ما این همی کار کردیم این از خروار یک ذریش است یک جنایت کرده این بچه همی ملکه نواسه ملکه الیزابت همی کریس عریس نامش در تیاره میشیش مردم در سر کوهای میکشت وشت کوهایی که پوش چوب میرفت میکشت مثل یک ویدیو گیم وارست در یک ساری و یک بخشش چی میشه؟ این خود بچه خلقیست که کمانست هست که چی هست از آلان زنگ میزنه از ملحد آمد این میای پشتی از یاره میکنه سعیست گلبودین هم در جنگ بود ربانی هم بود کلشان بود ما امو وقت خدا راستی خطاب شد وقت رو بود من در هرگ بودم این همین نفرهای دوستم که نفرهای مسعود یک جای بود که بادیگارداشت استاد مسعود آمد بالا رفت قسم به خدا محمد دور خوردم گفتم سعی کنم کلگی مجاهد بود جهاد کت کلگی ما گفتم امروز این دوستم یا چطور کلتان پولو در پولو استاد است گفتم اونجا میرن مجاهد دیگر چیز هم میزنن گلبودی و بمباردمان می ای تو بمباردمان میکردین همی تیارای اوایی در دست دوستم بود یک قسم بمباردمان میکرد چاراسچه و میدانشه را که آره بلالمین هر کس که باشه در دست سلا باشه میزنه یک طرفه باز اما که او میگه و همه که او بیدر خود از یعنی عبدالله از یعنی که و خدا بله بله او را او را او را بان امی آلی شرایط افغانستان مسائل افغانستان بالای ازی آدم فکر کنه امی وقت انرژی بالای گذشته های دوری که بازور داوری کوسم حالا آخر خواه امریکا میره آخر خواه امریکا میره ایلایت هم میتن حالا ببینن امون روز امون ملت نبی بی آذربایجان خدا قوی ساخت چطور خاک خدا دست چیز گرفت ارمنستان والا اگه شوروی هم به کمکش آمده باشه این کل دنیا دو چیز رو به زور خود گرفته شد این همه تو تو قوی شو باید بگه خاکت از پاکستان همی هر روز ما پنجابی گفتم میرم هم زور هم نمیرم شما رو به خداوند میسپارم همه تو راست والا ما تأثیر تعلوم به است که نفری که همی آقایی که پیشتر جر بس میکد نرم نرم آمد در امریکا زندگی میکنه شرایط امریکا رو باید کمه که بلد باشه یک چند سباب اصول امریکا را قانون امریکا را مهد دیموکراسی است در اینجا جنایت و جرم و چیزایی که از باید بازخواست صورت بگیره با یک عفو او صاحب که ما رفتم یک آدم 39-40 نفر خوب امیال شهادت دادن با فیلم و کمره و دوز به پشتاره خدا دانه که به هزارها نفر دیگر هم یا قتل کردن و صاحب هیچ کس رو فیلم برداری نکده یا ثبوت نیست یا موجود نیست که کدام جرایم دیگه را اینا مرتکب شدن ولی میان صاحب عف همی خواهیم و برای فامیلاشان عف ما را برسن بازی اگه آقا در امریکا بازی ولی خوش میشه که چه خوب یک آدم بود و جنرال دیدی عف خواست ما چرا عف نمی خواهیم خیلی سبا اشرف غنی هم برای بوی ما هم افه میخواییم ولی هر قدرتان که مرده خیره بلاد پس بیاین صاحب اثر دیگه بکشیم صاحب افه میخواییم باز دیگه مسئله افه چیزیست که اخلاقا یک نفر باید افه بخواهی یا در انگلیسی او را میگن اینا میگن که قویترین لغت
کلمه sorry. Sorry یعنی ببخش، یعنی عفو کن. Sorry این میگه در درون خود چتر فامیل هم اگر یک قصور داره یکی دیگه از یک کسی دیگه عفو بخواه مشکل رفع میسازه، اگر در امور سیاسی هم هست، در اجتماعی دیگه یک نفری که خود تسلیم کرد که ما والا همی کار کردیم بشار ببخشی، مگر ای که با تواتر و با تکرار عمل هم آدم میکشند در افغانستان. امی تایره و هواپیمایی را که امریکا به افغانستان فرستاده که برین قرا و قصبات بمباردمان کنین، این چی هست؟ ای خود رقت امریکا میکشند. این پولی را که میفرسته که برین جنگ کنین، از او سو میره با طالب، اینا می نشینن صلح را امضا میکنه، طالب هم میگه تو مرا غرض نگی، من تو را غرض نمیگیرم. مگر خودت میتونی که امی عسکر که ما تربیه کردیم و دیگه و دیگه باید در جنگ درگیر باشی، او را ما غرض ندارم. او را برین شما افغانا در قطر بینشینین، باز یک حکومت دیگه روی کار بیایه، با شما میدانین کارتان. آل امریکا میگه با ما چی؟ اینمی کلمه با ما چی یا با ما چی غرض امی هست. امریکا یک قرارداد داره، داخل یک قرارداد شده با طالب که طالب با او جنگ نمی کنه، او با طالب جنگ نمی کنه. مگر کده دمو قرارداد کدام کلاز موجود نیست که برای بگوی که شما بمرای حکومت افغانستان همی حکومت را که ما آوردیم با اردوی افغانستان هم غرض نگیرین. صرف گفته که مراکز ولایات غرض نگیرین، مگر یک گلسوالی را که در میتین و درج قرارداد نیست. دیگه بنان امیال جنگ افغان علیه افغان هست و او را درک نمی کنه و یک چند نفر بالای اقتدار همه تو که استاد ربانی پافشاری داشت و دیگرها قبل از او آله هم اینا پافشاری داره. اگر نیه همون بهترین فرصت همی بود که در امریکا بیرون میشه و بهانیش هم در اینجا رفع میشه، مردم افغانستان خصوصا احزاب و افراد و اشخاص مطرح در امی گفت شنود اینا را تشویق میکردن که می نشستن بیرون از حلقه حکومت، سرشته یک حکومت بایدی و بوری را می گرفتن. از اما اکناف از جهان کسانی که علاقمند بودن و محصر بودن، صاحب فکر و دلسوز برای افغانستان بلایواز می خواستن کار کنن، اونا را در یک مجموعه 200 نفری جمع میکردن، از اونا باز رای گیری میکردن، یک 20 نفر یا 30 نفر باعث یک هیئت از امو مجموعه معرفی می شدن، با طالب می نشستن، یک حکومت عبوری روی کار می آمد. این مدت یک 3-4 سال دیگه که از اشرف غنی مانده و کلش خونپر و بلعنت و برزالت و آدم کشی، نه قصور طالب است، نه از امریکا است، نه دیگه است، همی حکومت مایه فساد است. اگر امینا واقعا راسازی کنن همی جلسه قطر، ما می گویم بسیار فال نیک بود. در اینجا طالب با همی حکومت کنار آمده به این نمیتونه که تضاد علایق موجود است. اونا رو میگن یه آیتی که شما آمدین ما میخوایم شما نباشین، و اونا طالب تشویق میکنه که بیاین سلایتان به زمین بانین و سب با ما در امی حکومت شامل باشین و سب جنگ بد است و که نمیدانم صلح خوب است و اگر یک آدم کشتین و چطور یک چند تا مولارم تشویق میکنه دلار میته دروغ گویی میدارن. او خو مشکل حل نمیسازه. اگر میخواین از نطفه رفع بسازین، فکر نمیکنه ما بعدا طالب بیای و سب اصلاحی خود به زمین بانه و باز وزارت عدلیه را مره بته و فلانی را، مثل که اشرف غنی و عبدالله تقسیمات کده بود نصف و نصف، باید یام صاحب یک 10-15 وزارت باز طالب بته و با طالب بیاد در حکومت، حکومت سوم از اونا درست شد. خوی خو غیر منطقی است، این خواسته حکومت از اونا غیر منطقی است و از واز حکومت غیر منطقی است. بنانی دو طرف تضاد علایق دارن. مگر آمدیم بالای امی حکمتیار کرزای با صلاح الدین ربانی میگم یا بعضی کسایی که امروز در حلقه حکومت موجود نیست، با هم یک جلسه میکردن. اونا میگفتن که ما کسایی که مطرح هستیم در افغانستان میخوایم از امی کسایی که در همه افغانستان، در جوار افغانستان، در دیگه ممالک موجود هستن، چهره های خیرخواه هستن، چون دکتر صاحب سیرت یا افراد و اشخاصی که در لندن هستن یا در دیگه بخشای از جهان موجود هستند و هم عالم دین هستند، با طالب به زبان طالب میتونه گپ بزنه از لحاظ دینی و هم از لحاظ خود تقوا مردمای خوبی هستند. همه تو اقشار جمع میکردن، یک 200 نفر یک دسته پوره میشد و تکتش هم همو قطری ها میتن، سه پولدار خرپول هم هستن، همو
همونجا جمع می شدن در قطر. باز از او زمره یک ده بیست گفتم سی نفر تعیین می کردن که با گروپ طالبان گفت و شنود و صحبت می شد. طالب قانع می ساخت که یا می خواهی همی حالت دوام می کنه خوندیزیست همی حکومت پافشاری می کنه و یا اگر می خواهین میان با هم یک مجموعه را درست میکنیم، یک حکومت عبوری برای دو سال سه سال راسازی میسازیم، حکومت هم میگیم برای پس کارت با خلیلزاد هم مینشستن، امریکا هم قانع میساختن. او وقت درست بود، ولی شکسته و ریخته و صاحب یک چند تا زن دست شکسته روان کده و یکی دیگر لنگ لنگان و صاحب ای کسایی که هم دو پرچمی هم هست و صاحب دو خلقی هم هست و یک چند نفر صاحب غرض بچه دوستم هم هست و صاحب بچه عطای نور و دیگر دیگر ای کسایی است که باید اینا به محکمه کشانیده شو. بنان ما فکر نمی کنم که همین فرصت هم از دست میره، باز یک چند سال تمام میشه، باز اشرف غنی هم فرار میکنه میاد امریکا، در اینجا دی طرف طرف در پوانتونا یک درس مرز خواد داد، باز میره گم میشه، مو عبدالله هم میگروزه ایران میره دیگر. تا اون دم تا چهار سال تا به همین جنگار افغانستان نداره، یعنی هر قدر هر روزی میگذره خرابیس و بدیس و بدتری است افغانستان، با خونریزی ها بدبختی ها کشانیده میشه. تاسف و تعلوم همی است. دوستان عزیز، یک کلپ جالب هم از امی آقای داودی میرکه هم دارم، مصاحبه با کدام رسانه افغانستان کردن و روز میخواستم رو پخش کنم، مواد داره بسیار خوب تحلیل کرده موادم دیگه، او را میگذاریم. دوستان عزیز، بعد از او برای یک چند دقیقه شما رو زحمت میتون باز خداحافظی میداریم، توجه بدارین به امی مصاحبه شش هفت دقیقه. افغانستان د امریکایي سرتیرو یو اړخیز وتلو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر ویلي پاریس ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سفر په ترڅ کې ورسره خبرې هم ترسره کړي. له دې سره بیا د امریکا ملي امنیت پخوانی سلاکار او د دې هیواد ځینې د پوځ چارواکو ټینګار کوي چې په بیړې سره د امریکایي پوځیانو ویستل د سولې بهیر به کمزوری کړي. د امریکا ملي امنیت پخوانی سلاکار ویلي دي چې د طالبانو په دوحه کې امریکا سره د سولې هوکړې لاسلیک سره تر اوسه پورې هم ترهګرو ډلو القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. امریکا به د طالبانو بدلون پر تمه ونه اوسي. له دې سره بیا د ملي روغه جوړو عالي شورا مشر ویلي چې د افغانستان حکومت نشي کولی د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو بهر کېدو مانع شي. دا کار امریکا پورې تړاو لري. پر همدې موضوع باندې بحث لرو چې افغانستان کې د سولې وضعیت او همدارنګه د امریکایي سرتیرو د وستلو خبره چې د امریکا د نوې ادارې پر اتک سره به څه ډول واوسي. بحث کوو سیاسي شنونکی محمد داود میرکې له امریکا را سره پرلی کړی. میرکې صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم د افغانستان دا ډول وضعیت چې اوس مهال افغانستان ورسره مخ دی، له یو لوري د امریکایي سرتیرو د بهر کېدو خبرې اوازې ګرمیږي، بل لوري په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې لا تر اوسه پورې په ګونګه باندې ولاړ دي، هیڅ پرمختګ پکې شتون نه لري. فکر کوي افغانستان کوم لوري ته ځي؟ آیا موږ د سولې خواته خوښ وو چې روان یو او که نه یو بلې جګړې ته ننوځو؟ سلامونه ټولو ته. خبره داسې ده چې دا چې افغانستان کوم خواته ځي، دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري. د افغانستان خلک د درې څلوېښت کاله چې دی د غیر له مرګ و ژوبل نه بل څه نه دي لیدلي. دا چې بهرني څه کوي دا د دوی کار ده. افغانان مجبور دي، ملت مجبور ده چې غیر له سولې نه بله آپشن بله چاره نه لري، مجبور دي سولې لپاره کار وکړه که څوک غواړي که نه غواړي. دا چې په دوحه کې خبرې ولاړې دي او نه هیڅ نه جوړېږي، ځکه د کابل چارواکي چې دي اصلا د سولې ته ژمنتیا نه لري، او هغه کسان چې دي لیږلي دي هغه یې فقط د دې لپاره لیږلي چې فقط هغه د خلکو خولې بندې کړه چې ګواکې دوی د سولې لپاره کار کوي، چې اصلا د سولې لپاره نه. دغه ټول هڅې دي اشرف غني د حکومت او د دې سره تړلي دغه چارواکي چې دي فقط یوازې او یوازې دې لپاره چې د سولې لپاره لاره بنده کړي. یعنی فکر کوي افغانستان حکومت په کله ټوله کې اراده نه لري د سولې د راوستلو لپاره؟ فکر نه لري، دا یو حقیقت ده وروره. خو دا چې لب دغه چې لب موږ په پوهنتون کې درس ورکوو، دې ته امپیریکل ایویډنس وایي. کله چې څوک یو دغه کوي، دا شواهد وړاندې کوي او نظر وړاندې کوي، دغه نظر ته چې وړاندې کولو لپاره به شواهد وړاندې کوي چې دغه شواهد دغه شواهدو په اساس موږ دا خبرې کوو. ته نن زمانه د کابل ادارې چې یو شی
ام چیرې د سولې لپاره نه لیکلي هغه د لپاره چې د امریکایانو دغه د ترامپ مخالفت ځانه هیڅ تکا یو څو دغه دغه څو میاشتې ونیولې چې پنځه بندیان خوشې کړه او دغه پلاوی ولېږه قطر ته چې نه یوازې د امریکایانو خوله بنده کړه په داخل کې هم چې د خلکو دغه د غبرګون لاره بنده کړه یعنی خلک مخالفت دوی ته ونه کوي نو خو چې دي فقط دغه چیغې دي چې دغه نه قبلو دا نه قبلو هغه نه قبلو دا دې خبرې بل څه نشته افغان حکومت چارواکو په کراتو باندې ټینګار کړی دی چې سوله ورته لومړیتوب لري په خپل ولسمشر په هر ناسته کې وایي چې سوله لومړیتوب لري سوله راوستلو لپاره هم شمن د همدې لپاره د بندیانو خلاصون خبره کړې چې هغه خوش کړل انس اقانی له زندان څخه خوش کړ همدارنګ هیئت خبرو ته د خبر لپاره دوه ته استول دي فکر کوي دا اراده نه ده دا خو دا شعارونه خوارڅو کار کوي سي دغه چغیناری و هی خا دی وای چې منګه دغه توافق نه ونه منو د امریکایانو د طالبان ترمن آل اندیم دغه توافق نامه دی دغه کړه قبول کړه د امریکا په اساس بندیان خوش کړه د امریکا په اساس ملي پلاوی دغه ته ولېګه دا قطر ته اما بیا چې په مغه دایروي شکل سره جمع یو خبره را ټینګړې لکه شکه چې خپل لکیب زمندي وي اما یو خبر ده نور هیڅ شي په دغه شعارونه ورکوي خامخا بل څه ورته پاتې دی اور لري کابل په خوله کې چې لتر کمپنۍ پورې طالبان تلاشي ته دريږي او د خناسته دي د کانکریټي دیوالو شاته نه سي د زمون خنوم لري د زوی لور د امریکای کې مزي کوي د نور د بزګر بیچاره بدبخت دي د طالبي کې دغه د ارمی نفر له دی اردو نفر له دا خو چې دی غریب اولاد دی د دې مرګ ژوند د پیسې اهمیت نه لري که سانته چې په قدرت کې پاتې دي خو دلته خبره پر دی چې افغان حکومت وای د دوه حکومت لیک چې د امریکا او طالبانو ترمنز لاسلیک شوی دی در همغه پر بنسټ باندې پلاوې تللې دوه کې خبرې پیل کړې دي یوازې د بنسټ په توګه دوی غواړي دغه ونه وسی ځکه د قران او سنت پر بنسټ باندې غواړي د طالبانو سره کوم ستونزې هغه حل کړي قران و سنت دی طالبان ته قران و سنت ورخی که دی ته قران و سنت مهم وای پوسی امریکایان به افغانانو نه مسلط کولای دی خلکو په کورو به چاپی نه وکولای خلک به قتل عام نه کولای دی صفر قوی هر ورځ چې پښتنو په منطقو کې په لاسو ماشومان چې دی شهیدانی په هغه چې دی قران و سنت سره کوم تړاو لري دوی قران و سنت باندې چې دی نه دغه لري عمل کوي او نه قران و سنت ته اهمیت لري دی فقط دغه دی خلکو دی افکار او دی دغه لپاره دغه دی تشویش پیدا کول لپاره د خبري وړاندې کړی ده دی طالبان او علما تناش دی غوی ته دی قران او سنت نشي کولای دی فقط دا خبر دی ته لوی ستونزه داده چې کله چې دا خبري کامیابی ته ورسیږي دی تغر ټول ده دی فقط اشرف غنی غواړي چې د خپل 15 کال نورم تیر کا لکه د چې داسې توره کړی د تیرو څلور 15 کالو کې یو کې په شوارو باندې هوایی دالیزونه جوړ کړی یو کې زمینی دالیزونه جوړ کړی یو کې چې وکړي د لسول خبرې ما مغه یو دی هوایی او زمینی دالیزونه چې د چغې ور باندې وي مرکسب اوس مهال بیا د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو اوازې هم ګرمې شوې دي او امریکا کې هم د بایدن تر مشرۍ لاندې نوې حکومت رامنځته کیدونکي فکر کوي د بایدن پالیسی به د افغانستان په اړه باندې څه وي آیا د سرتیرو وستلو بهیر ته بدای ډیر په تیزی سره د بهیر مخته یوسي او کنه د هماغه پخات کوم دریز و چې القاعده یا نور ترګرو سره مبارزه لپاره به ځینې عسكر په افغانستان کې ووسیږي اول دا ورور چې بایدن چې د امریکای دی استابلیشمنت سړی دی د امریکای استابلیشمنت یوازینی یو شی لوی په نړۍ کې چې د خلکو وژنو او جګړې په جوړولو او د دغه د انارشي جوړول د دې بزنس ته پندې کې پیسې پیدا کوي نو بایدن چې د څلوي دغه دیس کالارتم چې د قدرت کې د غیر دي چې دغه طرف د جګړې نیولې بل څه نه دي نیولې خو اوس داسې وخت راغی چې د امریکای داخلي حالات ډیر خراب دي نژادي مسایل ډیر ستر حتی رسیدلي تقریبا دې حتی رسیدلي چې داخلي شخړو ته لا امکانات برابر سوي دي نو دای چې د لپاره لومړیتوب د امریکای دغه د داخلي حالات دي همدارنګه د امریکای بین المللي حیثیت چې هغه اوس په صفر باندې ځار ده تقریبا نو دې لپاره چې دغه مثال دی د چاپیریال دغه چې د دغه اکورد چې مزاسه په پاریس کې چې امریکای ځینې هغه ته غوړي داخل شي د ایران مسله برابر کا خپل داخلي اقتصادي او اجتماعي مسایل لغو ته دغه وکا لاسرسي وکا وو دای په قوا وباسي خو مسله دا چې اوس دلته داسې ګنګوسی دي
چې یو خزه په نام دی میشل فلورنوي چې یو ډیره خطرناک خزه لري چې ټول عمر غیر دي چې خلکو په قتلونو کې لاس په غیر مستقیمه توګه سره جګړې وکړي نړۍ کې خرابې وکړي هغه غوړي چې دغه ته دی پینتاګون دغه یعنی دفاع وزیر کا او بل خو ته دې دا خبرې چې پاتې القاعده او مل قاعده او ایسس ایسس خلومړی دا چې د انګلیسي اختراع ده چې افغانستان کې د 2012 کې شروع کړي دغه د ایسس مسله او د امریکایانو مستقیم د سره کار وکړي او القاعده چې ده القاعده خوب درونه القاعده دی چې یو څلور شپږ نفر القاعده په ټول نړۍ کې دي کله یو څلور شپږ نفر د دې په نظر اشخاص نه دي دا ټول پیریان دي چې څوک نه یې علي خواته الوزي هر شي کوي القاعده له القاعده را غیاله بابا ورغی خوریم دا کوم چې واړو وای ونان ته ویل چې له بابا ورغی کنه وی دکېږي دوی اوس نړۍ ته بابا پیدا کړی دغه د استابلیشمنت لپاره غواړي چې د بابا وساتي چې په دوی په دې کې دغه منطقه کې اوسي چې خپل استراتیژیک مسایل یعنی منطقوي استراتیژیک دغه مدته دغه چې دی دغه د خواهشات چې دی هغه سره ورسی مقابل چین کې مقابل د روسیې کې همدارنګه د یو استراتیژیک پوزیشن ولې په منطقه کې نو دا یو القاعده او مل قاعده او فلانکی ستانکی پاتې نه موږ ته څه قوه پریدو دا خبر به برابر شي الان چې خبره چې وران شي دی ورې اسمانه یو څوک پیدا کړ په نام د القاعده مرکو او القاعده د طالبان طالب چې وزیر د ول سره ورته دي چې موږ نه القاعده سره کار ده او طالبان خوایسته سلمان زی وړه د کابل ادارې د امریکایانو په دغه سره ملاتړ سره په کابل په ملمستونو کې ساتلې دي چې شپاره جنایت قرباني دغه کې جنایتونه کې دی په خواګه فکر کوي چې د القاعده اوس مهال یعنی دومره نه ده چې افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان لپاره دا ګواښ ووسیږي روړه ما د سپتمبر یولس چې یولسم د سپتمبر 2001 باندې چې امریکې باندې حمله وسوه زه په امریکې کې یو د څو اشخاصو نه یم چې تخصص لرم د سپتمبر یولس په حملو کې څنګه وشوې ما 1200 صفحې په شواهدو دې باندې نشته کړي دا 1200 صفحې چې ما ولیکلې په دې کې 1% ثبوت پیدا نه شي چې دې په القاعده لاس درلود ولا امریکا به پر القاعده څنګه القاعده باندې بیا پړه ورچول کیږي د امریکا له خوا څخه چې د بریدو غوکړی بالکل القاعده هیڅ کار نه و د دې اختراع د وروره دا کار چې د استخباراتو دغه اپریشن و د استخباراتو کار و د مسلې په کډ ډول سره تنه دوی نه و بلکې د دوه درې مملکتو نور استخبارات هم دوی سره شامل و چې یو دی غونه چې دغه و د اسرائیلي استخباراتو د انګلیس و د خپل و د شپاره استخباراتي ایجنسی لري امریکا کې د شپاره سنم ټول لاس پکې نه درلود بل محدود پکې لاس درلود دومره شواهد دي تقریبا پامغه د سپتمبر لاس مری دی ویل چې 2 ټریلیون ډالر ورکړي دي د وزارت دفاع کې هغه راکټ چې تیار نه راکټ چې په پینتاګون باندې ولګي کام حق میسایل دا د عامغه دی دغه د حسابداري په دفتر ولګي چیرته چې دی اسناد دغه ګوا کې و دې دمر پیسې د ورکې دوله لپاره دوی چې دی دلته په افغانستان کې 2 ټریلیون ډالر استعمال کړی دي په اصطلاح دغه کړی دي دلته غټ غټ قدرتونه په دې کې لاس لري غټ سرمایداران په دې کې لاس لري څوک د افغانستان غم کې نه دي د دیموکراسي او د قصې خوش او شعارونه دي دلته د مولس وژنه ده د افغانستان خلک خاوره سره مساوي کړي د افغانستان دوه دي دریسو ما په 2000 دغه شپږم پنځم کې دایلي میډیا د افغانستان دومره جرأت نه درلود چې ما خبره خبره کړه دستي به ډالې چې دغه توباوز بالله خدای په باګرام کې ورته ناشته اما دوی دا خبره نه کوي چې امریکایانو چې د افغانستان کې یورانیم یعنی ذروي اصله استعمال کړي دوه دي دي سعودي افغانستان ته قابل دي ژوند نه ده اوس مهال کچيري د افغانستان څخه امریکایي سرتیري بهر کړل شي اول پوښتنه دا ده چې افغانستان امنیتی سرتیري څومره وړتیا دی لري چې مبارزه وکړي او همدارنګه د افغانستان وضعیت په دغه سرتیري د وستلو څخه څه ډول وي رور یوازینې لار دلته چرلی جګړې نه ده جګړه د لارې حل نه ده سید دا سرتیری دغه تکرار سو مدافع وکړه خود برته به ته سرتیری مری طالب به ختم لري دغه هغه بم زی دغه ته کندو رندو مایند ته جی دبن کندو رندو مایند ته جی خبر به د افغان وژن نه ده دلته ایمولان دز داده چې دا ترامپ خو قوا باسي قوات باسي د لپاره یو موقت ادارې ته ضرورت ده موقت اداره د شي اداروي لن محاله اداروي چې په هغه کې د دغه د ول سره کسان چې د خلکو په وینو لاسو نه یو چټل او د خلکو په وینو په وجلو کې لاس نیوي او د پردی مزدوران نیوي هغه وای په دې اداره کې او د دې سره پا
په مساوي توګه سره طالبانو دغه د یو منوي ديني دغه قدرت موجودیت یعنی هغه پایست یو موازی دغه د ديني دغه وی د پېستلا یو کمیسیون وی چې دمره صلاحيت ولري چې وګوري چې د حکومت دي ديني چوکاټ دین په چوکاټ کې شریعت په چوکاټ کې کنه په دغه ډول سره چې د افغانستان چې د یو نوی دغه ته پړاو ته داخلي کی دا ماقته اداره ما په ان بای بای درې کال وی کم تر کومه د درې کال کې چې د آینده لپاره یو ترانزیشن کیږي یو تغییر راځي او دا تغییر په دې کې راځي ځکه دلته چې دغه د خلکو شخص د قدرتو د اشخاصو دغه خواهشات دغه مطرح باینوي دلته د افغانستان مظلوم خلک د دوی ژوند یعنی تاسو مال خی وینې هلته موجود یاستی چې د ورځې څومره ځوانان مري دا خو چې د چا لپاره مري د واشنگټن او د نیویارک لپاره واوره د خلکو په سترګو خاري ولی اچي خلو خو چې دی واکه نه کړی انسانان دی دی پیږي چلته یو دغه منفوره مافیایی کړی ناسته ده ی خپل جيبو قدرت لپاره هر رقم جنایت کوي دې جنایت نه بدی ساته تر رسیدې تاسو په کابل په کال کې 500 متر هي خبرې وکړي میره کی صاحب آفرین دا دا تکړه کلک کلک ورګی دی او واقعیتونه بیان کړي شاید این وقت با کلی بعضی ها راجستر نشه مگر چیزای نوازی را بشنوین یک طرف دیگه معامله را بشنوین بالای وطنتان معامله صورت میگیره تجارت صورت میگیره چون مواشی که در مسلخ فروخته میشن اون افغان ها را فروختن امی آدم امی داود میرکه یک کتاب آورده از افغانستان واقعا امی جرائمی که عقب پرده هاست و مردم را هیچ لمس نمیکنه و نمیبینه و توجه نمیکنه امی اولادایی که قبل از وقت تولد میشه و معیوب کلش بر اثر امی جنگ ها و بمباردمان و اینا در افغانستان نسل به نسل شاید سالها را بگیره اما تو که در ناگاساکی و هیروشیما بمهای امریکا بمهای اتمی افتاد امی علی هم تاثیراتی از او چند نسل بعد شاید ظاهر شود در جاپانی در افغانستان هم عینی کار صورت گرفت مگر افغان کس نداره سه به تفاوت و سه والا گبان میشه و سر همین چیزای احساساتی و یکی مرا گفت که والا یک بچه بود نمیدانم به کابل بسیار چاق و کش بود صاحب نام کشیده بود که طور بچه قندی و که فلانی و تو نامه را میگرفته گفتم او چی کاره بود گفت والا صاحب مردم از او میترسین یا جار الله گفتم چی بود اگر جار الله بسیار یک آدم خوب بود این جوار ما تشریف داشت باز وفات شدن میگفت والا صاحب همی هر کس که او را میدید از اون میگروه گفتم چرا میگه چاقو میکشید گفتم همی خود چاقو کشی خود صاحب یک نامردی است که یک نفر ببینی که غیر یعنی خلیصلاس و هیچ چیز در دستش نیست تو چاقو را بکش پشت یک نفر بدوی خب جوان مردی نیست اگر او را میگفتی که بیادر بیا مام چاقو ندارم و خودت هم تن بتن جنگ کار که زور بود بخوره بازو درست مگر یکی اگر اسلحه را بیگه و صاحب دستت پر مثل یک استرالیایی که آمده در افغانستان به هر حال دوستان عزیز لاین ها را گرفته نمیتونیم بعدا انشالله برنامه بعدی است شما را به خداوند میسپارم تا سپاره خیلی خدای پامان